دوستان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که پیش رو داریم اوقات بهتری باشند برای سربی با مردم. این برنامه از واشنگتن ویرجینیا تقدیم به شما میشه و پخش میشه و
اگر ساعت شما 2:02 بعد از ظهر هست به وقت شرق آمریکا، این برنامه زنده است، و اگر در ساعات دیگه این برنامه رو ملاحظه می کنید به طور بازپخش هست که میتونید حتی اون موقع هم تماس بگیرید، چه از طریق تلفن پیام بذارید و از طریق ایمیل بزنید، و اگر صحبتی، حرفی، سوالی دارید در خدمتتون خواهیم بود. امروز دوشنبه است و 12 سپتامبر سال 2011 میلادی و برابر است با 21 شهریور ماه 1390. چند روزی بیشتر به روز رستاخیز آقای تیمسار روحانی باقی نمونده. از رستاخیز شاه خیری ندیدیم. منتظر باشیم ببینیم که رستاخیز تیمسار روحانی من و شما رو به کجا میبره و آیا باعث آبروریزی برای این شخص میشه دوم مهر، یا میتونه هنوزم سرش رو جلوی مردم بلند کنه. دیروز برنامه فوق‌العاده‌ای داشتیم به خاطر 10 سالگرد فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا. از دوستانی که در این برنامه شرکت کردن ممنونم، متشکرم. دیروز تا حالا خیلی تلفن اینجا داشتیم که گفتن برنامه‌هایی به این صورت بذارید تا نظرات مختلف درش پخش بشه و دوستان بیننده بتونن نظرات مختلف رو بشنون و تصمیم بگیرن. من یکی از عکس‌هایی که گذاشته بودم بهتون نشون بدم، عکس یک خانم ایرانی بود که در ماجرای فاجعه سپتامبر 11 ایشون هم کشته شده، حالا یا تو هواپیما بوده یا توی اون ساختمون ها بوده، و متاسفانه فراموش کردم. اجازه بدید که اگر بشه امروز این رو نشون بدم. این که میگم اگر بشه، وقتی شما با کامپیوتر کار میکنید، به قول معروف You are at the mercy of computer، یعنی شما همچین کنترلی ندارید. و بله، این خانم توری بلورچی، احتمالا توران بوده اسمشون، توی آمریکا اسما رو خلاصه میکنن که آسون باشه. و اجازه بدید ببینم میشه این عکس رو بزرگتر کنیم. نه، اینم یه سیستم جدیدی هست که ما گرفتیم. اون موقع کنترلش دست ما بود، حالا کنترلش دست کامپیوتر. در هر صورت این بانوی ایرانی یکی از تقریبا 3000 نفری هست که در اون روز جان خودشون رو از دست دادن، و ما هم آرزو میکنیم که روانشون شاد و یادشون گرامی باشه. در هر صورت دوستان عزیز، فاجعه هست و مهم نیست کجای دنیا بر سر چه گروه و چه فردی بیاد. اگر ماها انسان باشیم، آدم باشیم، باید احساس همدردی کنیم و قلبمون برای اونها هم متأثر بشه و ناراحت بشه. خب، در رابطه با اینکه چند نفر ایرانی در اون ماجرا بودن، اگر شما میتونید از طریق ایمیل لطف کنید و به من بگید. من دقیقا نمیدونم. برنامه های جدید آقای ستوده، آقای دکتر محیط، خانم نرگس غفاری، رادیو یک جهان در طی ویکند به دست ما رسید و از امروز به ترتیب پخش میکنیم. همونجوری که دیدید برنامه روان و جهان که ویدیوهای خیلی جالب و هم آموزشی، آگاهی دهنده و هم با موزیکا و اینایی هم که میذارن داخل شعر و اینها، حالت انترتینمنت داره و من به نوبه خودم از این دوستان ممنون و متشکر هستم. شما هم میتونید با بازدید از وبسایت اونها که لینکش روی مردم تیوی هم هست برید اونجا، احتمالاً ایمیلی بزنید و تشکری هم داشته باشید و تشکر کنید. حتما شما هم مثل من ایمیل هایی به دستتون میرسه که یه سری از این ور میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، یه سری از اون ور میگن به خدا گرما و نمیدونم شعور داشتیم، فهم داشتیم، هیچ وقت این برنامه به سرمون نمیمد. آقای بهمن بیک یکی از دوستانی هست که من از ایمیلاشون توی برنامه هام استفاده میکنم. اتفاقا منتظر بودم که ایشون رو در آگست 26 ملاقات کنم، متاسفانه به دلیل اینکه ایشون یه جای تظاهرات بوده، من یه جای دیگه بودم، همدیگر رو ندیدیم. امیدوارم یه بار دیگه یه جای دیگه این امکان پیش بیاد و همدیگر رو ببینیم.
چند روز پیش یک ایمیل ایشون برای من فرستاده بود و توی اون به امت اشاره کرده بود. این ماجرای امت، ملت، مردم، اینا هنوز برای ما باز نشده و من خیلی متاسفم که یک کسی هم نیست که اینا رو برای ما تعریف کنه، چون اینا تعریف اکادمیک داره، یعنی از لحاظ نمیدونم فرهنگی، از لحاظ نوشتاری اینا رو باید بشه تعریف کرد. همونجوری که یادمون میدادن ده چیه، دهستان چیه، شهر چیه، استان چیه، باید اینها رو هم ما بلد بشیم. برای آقای بهمن بیگ نوشتم که لطف کنید به من بگید که ما یک ملت داریم یا یه ملت داریم و یه امت داریم. ایشون با زرنگی خاصی هی برای من توضیح داد، 10 دقیقه پیغام تلفنی گذاشتن. میگم عزیز من یک پرسش خیلی ساده انجام دادم، شما چرا اینقدر زحمت میکشی که از پاسخ در بری؟ خیلی ساده بگو آقا من نمیدونم امت کیه، نمیدونم ملت کیه. در هر صورت آقای بهمن بیک، شماره تلفن ها رو من میذارم، اگر دوست داشتی توی برنامه زنده‌ای بیا و صحبت کن، یه مقداری شروع کنیم، یه جایی بفهمیم اقلا چیزی که شما مینویسی من بفهمم، درک کنم. دیروز با آقای احمدیان صحبت میکردم، ایشون وقتی که میخواست یه چیزی رو بخونه خندید، گفت که اون وقتا جوک میگفتن، میگفتن ملا نصرالدین وقتی نامه مینویسه باید خودش هم بره اون نامه رو بخونه. حالا من دست خط خودم رو هم نمیتونم بخونم. البته میدونم بعضی وقتا با عجله یه چیزی یه جایی یادداشت میکنیم، بعد 8 مثل 0 میشه، 0 مثل 8 میشه. در هر صورت این اشکالات همیشه بوده و هست. من از شما خواهش میکنم اگر کسی هست که تعریف امت و ملت رو میدونه بیاد این رو تعریف کنه، بعد به من بگه که ما آیا توی ایران 70 میلیون یا بیش از 70 میلیون ملت ایران داریم یا یه سری امت هستن یه سری ملت هستن. آیا کسی به این فکر افتاده که بره یه آماری بگیره ببینه چند میلیون امتن که به قول آقای بهمن بیک احمقن و چند میلیون ملتن که به قول باز آقای بیگ و دیگران ایرانیانی هستند که خون ایرانی تو رگشونه و اصلا از مادرشون که دنیا میان همه ابو علی سینا هستند و راستی ابو علی سینا اسمش عربیه، اسمش میذاریم ابو کوروش هخامنشی. ای داده بیده، اگر این آقای رنجبر، دکتر رنجبر قشنگ میگفت، میگفت سوربی جان اگر دردم یکی بودی طبیب زیاد می آوردیم، که البته من این شعر رو اینجوری یاد گرفته بودم که اگر دردم یکی بودی یا بیدی چه بودی، فکر کنم مال بابا طاهر عریانه. خب بذارید ببینم که آرایت، من این رو برای این دوستمون بفرستم که میخواد بیاد یکی از وسایل رو ببره و برای ما تعمیر کنه. چشم، اینم از این. روزگار غریبی است نازنین. سوربی هستم، بفرمایید. دوستان عزیز، وقتی که من یا هر مجری تلویزیون دیگه‌ای میگه که اسمش رو میگی، میگه بفرمایید، واقعا بفرمایید. کی ما میخوایم یاد بگیریم به صدای رادیو، تلویزیون، اینترنت گوش ندیم و وقتی تلفن رو برمیداریم زنگ میزنیم مثل تلفن صحبت کنیم. خیلی ها این همه ادعا، ایرانی تو قرن 20 هنوز نمیتونه از تلفن استفاده کنه. یکی دیشب زنگ زد با آقای امیدوار، بعد میگه که جناب عالی، آقای امیدوار میگه شما به من زنگ زدی، بعد میگه اینجا لاس وگاسه. دیشب من واقعا دلم برای آقای امیدوار سوخت و من ازش خواهش میکنم به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه دوست، به عنوان یه هموطن، یه مقداری مواظب خودش و سلامتیش باشه و یه راه چاره‌ای پیدا کنه. این که شما با آقای پروفسور انصاری صحبت کنی یا با آقای حسن رضوی صحبت کنی و اونا بگن به این کارت ادامه بده، دوست نازنین من، اونها سنی ازشون گذشته، بچه هاشون احتمالاً بزرگ شدن،
شما بچت هنوز کوچیکه، احتیاج داره به شما و جوونی خودت رو، زندگی خودت رو در راه تلویزیون که هیچ چیزی به غیر از این نباید باشه که جنبه آموزشی و انترتین داشته باشه تلف نکن و به حرف این دوستان یا به بند پوسیده این دوستان توی چاه نرو. بفرمایید. هلو، صحبی هستم، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. خب روزگار غریبی است نازنین، یا میخواین فعلا نفرمایید تا بعد که من شماره تلفن ها رو گذاشتم اون موقع بفرمایید. ببینیم دوست عزیزمون جمال که این یکی دو روز گذشته من خواهش کرده بودم صدا و تصویر ما و وضعیتمون رو گزارش بده و ایشون و دیگر دوستان مثل سعید و اینها گزارش دادن، آقای علی عزیز از همین ویرجینیا، ازشون تشکر کنم. ببینم چی میگه. میگه که با سلام و خسته نباشید، صدا و تصویر اگه چشمش نزنم از سایت مردم تیوی دات کام خیلی خوبه. با سپاس و احترام، جمال از آلمان. نه، من فکر نمی کنم شما چشمتون شور باشه. واقعا شما به چشم شور و اینها چیز دارید، چی میگن، اعتقاد دارید؟ من دیدم بعضی از ایرانی ها این ور اون ور از این چشم های چیز گذاشتن، بعضیا حتی دعاهایی میخونن، بعضیا بالای سر خونهشون و این یکاد هست، بعضیا وقتی میخوان مسافرت برن از زیر قرآن رد میشن. در هر صورت من از بچگی هم به این چیزا باور نداشتم، ولی کاری به باور دیگران هم ندارن. میگه که looks like you are not sync means sound comes few seconds. یه F5 میبزن تو رو خدا، اذیت نکن تو که استاد کامپیوتر هستی سعید جان. و ما آخرین چیزی رو هم که دیگه امکان داشت امتحان کردیم، 72 ساعت چک کردن و همه چی درسته. تنها چیزی که میتونم بگم ممکنه غلط باشه اون چیزی که روبروی این دوربین نشسته، و اگر شماها دیگه بگید که من نمیتونم اینجا رو درست کنم، به قول آقای امیدوار درشو میبندیم و میریم راحت. بابا میرفتیم بیرون با هم دیگه آبجوی میخوردیم، صحبتی میکردیم، میخندیدیم. این آقای امیدوار از اولی که میشینه جوک میگه تا آخر. ببینید این تلویزیون، ببینید شما بیننده ها چه به سر این بنده خدا آورد. دیشب توی برنامه تلویزیونیش گریه کرد، باورتون میشه؟ میدونید که ما افرادی داریم که خب خیلی دست به گریهشون آسون و زوده و آقای فروتن از معروفترینشون هست، ولی امید امیدوار رو من انتظار نداشتم. ولی من و شمای ایرانی، من و شمای بیننده کاری کردیم که این بنده خدا توی برنامهش گریه میکنه. از این همه تهمتی که میزنیم، از این همه افترایی که میزنیم و امروز با هم دوستیم، فردا میخواییم پدر هم رو در بیاریم. نمیدونم. خب در صورت ممنونم از سعید عزیز که گزارش میده از لس آنجلس. بگو ببینم هوا بالاخره برگشت سر اون حالا چی میگن نرمال لس آنجلس و اینها. بله، میگه که همه چیز درسته، لطفا دست به هیچی نزن. چشم، من دستامو میگیرم بالا که شما مطمئن بشید دست به هیچی نزنید. با این تا آرنجم تلفن رو جواب میدم. بفرمایید. قربی هستم، بفرمایید. دوست عزیز اگر صدای من رو میشنوید بفرمایید. صدای من رو میشنوید بفرمایید. 20 ثانیه گذشت. خب این تلفن‌های کارتی هم بعضی وقتا ماجراییه. میدونید که تلفن‌های کارتی اینجوریه که اینها یک خطی رو میگیرن و بهش میگن پراکسی، تقسیمش میکنن. یعنی در آن واحد شما باید شانس داشته باشی که مثل دلکوی ماشین قدیمی ها که اون وقتا میچرخید نوبتت بشه جرقه بزنه وصل بشه و اون کانکشن و ارتباط درست باشه.
بعضی وقتا این ارتباط درست نمیشه. من از یکی از دوستان خواهش کرده بودم درباره این ماجرایی که بعضیا معتقدن فراماسون ها دنیا رو میچرخونن، بعضیا میگن نه 300 نفر هستن که دنیا رو میچرخونن. حتی در برنامه‌ای که با آقای اهورا یزدی داشتم، ایشون میگفت که اگه اونها نباشن نرخ قند و شکر و طلا و اینها به حدی میره بالا که مردم همدیگر رو میکشن برای نون فلان اینها، و اونها هستن که مثلا طلا رو نگه میدارن، الماس رو نگه میدارن و به بازار نمیدن تا بتونن نرخ رو کنترل کنن و و و. دوستان عزیز، ما رسممون بر این بود که میومدیم یه سری خبرها رو تا این چرخونه اخبار دورمون میچرخید یا گردونه زمان میچرخید، یه سری خبرها رو میخوندیم. از بین این خبرها و اتفاقات روز یکی دو موضوع رو به عنوان موضوع روز یا تاپیک انتخاب میکردیم و جالب بود که بیشتر بیننده ها یا همه بیننده ها در این باره صحبت میکردن. من متاسفم که بگم به جای اینکه الان بهتر شده باشیم بدتر شدیم. یعنی هر کسی از 3 روز پیش یه تصمیمی داشته که یه چیزی بگه و میخواد بیاد در اون مورد صحبت کنه. ضمناً من امروز منتظر آقای خسرو بهرامی میمونم، چون اون روز که قرار بود ایشون صحبت کنه ما اشکال پیدا کردیم و نتونستیم این کار رو انجام بدیم. حالا اگر یه وقت ایشون تونست و فرصت کرد و اینها، تماس بگیره تا با هم صحبت کنیم، چون ایشون گفت چند دقیقه وقت میخواد تا به اصطلاح در مواردی با دوستان صحبت کنه. خداییش من هنوز نمیفهمم چرا این دوستان برنامه‌های خودشون رو نمیگیرن که هم خودشون راحت بشن، هم من راحت بشم، هم دیگران بدونن کی داره در چه موردی صحبت میکنه. ولی من تا اونجایی که فهمیدم از اون ماجرای آقای نجاری، از ماجرای دوستان دیگه، اینا دوست دارن ابلیگیشن نداشته باشن. یعنی به من و شما نگن ما چهارشنبه مثل آقای سرهنگ عقیلی پور میایم وقت خوابمون، وقت استراحتمون، وقت زندگیمون رو میذاریم، ما دوشنبه مثل آقای عزیزان ساعت 4 نمیایم بشینیم، از 2 روز قبل هم چیزها رو آماده کرده باشیم و میخوان حقیقتا وقتی که حاضر و آماده هست بیان حرفشون رو بزنن و بعد برن به کار و زندگیشون برسن. من یه جورایی فکر میکنم این کار درست نیست. حالا شما اگه فکر میکنید درسته، خب به کارتون ادامه بدید و موفق باشید. بذارید من این عکس و پرونده و فیلم آقای خسرو بهرامی رو بیارم و آماده بذارم که ایشون وقتی که تماس گرفتن، شما دوستان هم بتونید ایمیلشون رو ببینید، مشخصاتشون رو ببینید، عکسشون رو ببینید و بتونید در صورت نیاز با ایشون تماس بگیرید. این هم از این ماجرا. ببینیم که چه شد و این تلفن همچنان زنگ میزنه. اجازه بدید من چند دقیقه پاسخ ندم تا ببینیم که چرا هر وقت زنگ میزنه ما گوشی رو برمیداریم صدایی نمیاد. آقای خسرو بهرامی رو پیدا کردم. بله اینجا هست، حاضر و آماده. راستی چرا میگفتن حی یا حاضر؟ فکر کنم یعنی حی یعنی از زنده بودن میاد، نه؟ یعنی هم زنده هست هم اینجاست. سوربی هستم، بفرمایید. لطف کنید از یه تلفن دیگه زنگ بزنید. بفرمایید. خب این هم از ماجرای تلفن امروز و این دوستمون که یا اون حوصله بازیگوشی پیدا کرده یا اینکه یه اشکالی هست در سیستم تلفن ایشان یا تلفن من. دیروز من میخواستم به آقای احمدیان بگم که تلفنتون یه اشکالی داره، بعد گفتم چون اولین تلفن هست بذارید که همینجوری بریم، و بعد متوجه شدم وقتی دوستان دیگه یکی یکی من باهاشون زنگ زدم، من با همین دستگاه با همین شماره زنگ زدم و بعد در قسمت آخر باز آقای احمدیان وقتی صحبت میکرد متوجه شدم که صدای تلفن ایشون قطع و وصل میشه. بعضی وقتا دوستان عزیز این تلفن هایی که سپیکر فون هستن، من نمیدونم تو ایرانی بهشون چی باید میگفتیم، تلفن های بلندگویی که نمیشه که، و بعضی وقتا همین کلمه خارجیشو یاد بگیریم راحت تریم. اسپیکر فون
تلفن معمولی اینه که با گوشی و دهنی صحبت میکنی. اسپیکر فون اینه که یه دکمه رو میزنی، صدایی رو که شما باید از توی گوشی بشنوی از توی یک بلندگو که همون اسپیکر میگن میاد، و صحبتی رو که شما باید توی دهنی انجام بدید از یک میکروفون میره داخل اون. و شاید تلفن ایشون اینجوری بوده. اشکالی که با این تلفن‌های اسپیکر فون هست اینه که اینها به دلیل اینکه اسپیکرهای خیلی کوچولویی دارن و معمولاً مرغوب نیستن، بعد از یه مدتی به خاطر صحبت و صدا و وایبریشن یعنی این تکونهای دائمی، پاره میشن، خراب میشن، خسخس میکنن. و من یادم حتی تو ایران اینا رو چسب میزدن با چسب قطره‌ای. اوهو یادتونه؟ اوهو UHOU آلمانی بود، کجا بود؟ با اون چسبا میچسبوندنش اینها. در هر صورت ما وقتی که میخوایم تماس تلفنی با یه جایی بگیریم باید مطمئن باشیم که اون سرویس تلفنیمون در یه حد بهترین باشه، که اقلا توی خونمون، توی آفیسمون اون تلفنه به اصطلاح بتونه ثابت کنه که تلفن خوبی هست. خب اجازه بدید تا دوستان بتونن تماس بگیرن و اینها، من یه عکس دیگر رو به شما نشون بدم. اون عکس خانم توری بلورچی رو نشون دادم، روان شاد و یادش گرامی باد. حالا ببینیم که این عکس، بله، این یک جوون ایرانی هست که بذارید من این عکس‌ها رو به این صورت بهتون نشون بدم که تمام صفحه بشه عکس. یه مقدار اینجوری سفید میشه، عیب نداره، حوصله کنید. بله الان میاد. شما ببینید این دوستان چی میگن؟ خدایا کجا هستی؟ بله ببینید، من نمیدونم این درجه ها گویا عوض شده، قبه و ستاره و اینها عوض شده، مثل که اینها الان با 3 قبه روی دوششون، اینها هنوز سروان هستن یا شاید هم سرهنگ هستن. حالا ما کاری نداریم، درجه شون خیر خودشون، ولی شما نگاه کنید، 2 آدم با ریش سنباده، یه پسر، این پسر چند سالشه؟ 14 سال، 15 سال. اینو گرفتن توی جیبشو نگاه میکنن، اون یکی با یه حالت تهدید داره بهش صحبت میکنه، یکی بگه آخه مرد حسابی، تا بهت نگفتم مردکه الدنگ، احمق، مگه خودت بچه نداری؟ مگه بچه خودت ممکن نیست تو خیابون اینجوری با این بدبخت طورش هم نیست، با یه شلوار جین، با یه تیشرت معمولی داره میره. و نمیدونم واقعا بعضی وقتا که من میگم آقا تقصیر شاه نبود، تقصیر شیخ نیست، من و شما هستیم، بعضی از شما بهتون بر میخوره، بهتون سنگین میاد این گفته من، ولی خداییش سوال کنید، بذارید مثلا فردا من و شما بشیم یه کاره مملکت. ما از دوشنبه هفته پیش تا امروز میتونم بگم 40 تلفن داشتم درباره مهمون آقای عزیزان، خداییش من اسم ایشون الان یادم نیست، یه مهمونی رو ایشون دعوت کرده، مصاحبه باش کرده، چند دقیقه از طریق اوو که یه سرویسی هست مثل اسکایپ باش صحبت کرد. این 2 آخر کار گویا به هم گفتن زنده باد ملت آذربایجان. من ترکی بلد نیستم، شما که بلدید اونو نگاه کنید بگید. دوستان زنگ میزنن میگن اینا تجزیه طلبن، چرا شما میذاری برنامه داشته باشی؟ میگم آقا من سال 2003 اولین برنامه رو دادم به ترکایی که از فلوریدا آمدن، از خود همین استرلینگ آمدن، از کالیفرنیا آمدن، و همه میگفتن اینا تجزیه طلبن. وقتی شروع کردن صحبت کردن دیدم که از من و شاید از شما هم اینا ایران رو بیشتر دوست دارن و همبستگی و با هم بودن ایران رو. حالا بذارید بریم، شما هم میگید مثل شیرازی ها بریم خونه آخرش، یعنی دیگه اون بد بدش رو در نظر بگیریم. آقای ایکس، آقای ایگرگ، خانم زی، اینها تجزیه طلبن، میخوان جدا بشن. باز همون مثل ملت و امت که من تعریفش رو نمیدونم، این تجزیه طلب، خودمختاری، فدرالیسم، اینا رو ما قاطی کردیم. دلیلش هم اینه که دیکتاتورهایی که ترسو هستن
وقتی به مردم آزادی نمیدن، میخوان بهشون بگن که نگاه کن اگر رفتی از من جدا شدی دیگه نونم گیرت نمیاد، تا اگه حرف زدی ایران میشه ایرانستان، اینجوری میشه اونجوری میشه. من فلسفم چیه؟ میتونم فلسفمو بگم دیگه، شما هم بعد زنگ بزنید فلسفتونو بگید، با هم دعوا نداریم، شکر خدا من تو شیشه نشستم، شما از بیرون میتونید سنگ بزنید. فلسفه من اینه، حتی پدر و مادری که یه بچه‌ای رو به دنیا میارن واقعا با خون جگر، یعنی وقتی میگن خون جگر، اون شیری که مادر میده به بچهش، ببینید از بدنشه، از خونش و از عصاره بدنش. حالا پدرم با خون جگر سرما میخوره، این مریض میشه، خوابش نمیبره، کار کن، بیشتر کار کن، نگران باش، یک ساعت دیر میاد خونه نگران میشی فلان اینا، این بچه رو بزرگ میکنه. پدر و مادری عاقل هستن که وقتی این بچه بزرگ شد میگن ما انقدر به این آموزش دادیم که این الان صلاح خودش رو میدونه، ما همیشه هستیم که کمکش کنیم، یاری بهش بدیم، اگر نظر خواست، نظر خواهی کرد، ما بهش مشورت کنیم، مشورت بدیم. ولی قرار نیست ما مثلا بچه 30 ساله رو تو قنداق بپیچیم که پاش کج نشه هنوز. اگه این کارش بکنیم فلج میشه. اگه شما بچه تو 6 ماه 3 ماه هر قد که بیشتر قرار بوده قنداق کنی فلج میشه. یعنی این خوبی نیست که تو در حقش کردی، ظلم در حقش کردی. خب حالا یه بچه 20 سالش که میشه میخواد ازدواج کنه، جدا میشه. یه بچه 25 سالش که میشه ازدواج میکنه، میره همسرش رو هم میاره، با خونه در خونه شما در کمال آرامش و آسایش زندگی میکنه. این چیه؟ بچه اولی شما یک جوی براش درست کردین که از 15 سالگی آرزوش این بوده که 18 سالش بشه از این خونه در بره. بچه دومی پدر مادر باهوشش براش یک محیطی رو درست کردن که گفته که چقدر خوب میشه که من با یه دختری آشنا بشم، بیام با این پدرم که مثل دوستم هست معرفیش کنم، اون دختره رو بیارم با مادرم معرفی کنم، مادر من که مثلا دختر نداشته این مثل دختر خودش باشه و توی اون خونه میمونه. شما به من بگید تقصیر اون بچه هست که از خونه در میره، میره جدا میشه، میره با دوستای معتادش یه اتاقی میگیره، خوراک درست نمیخوره، لباسش تمیز نیست، تقصیر اون بچه است یا تقصیر اون بابا و مامانیه که با حماقتشون زندگی برای بچه درست کردن که اون رو مجبور به تجزیه، مجبور به جدا بودن کردن؟ خب حالا یه سری دیگه هم داریم، تنها به قاضی نریم، یه سری دیگه هم داریم که شما هر قدم این بابای خوب باشه، مادرم خوب باشه، شعور داشته باشن، این بچه تحت تأثیر این میگن پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، تحت تأثیر اینجا میگن پیر پرشه، تحت تأثیر دوستان ناباب یا تبلیغات تلویزیون و اینها میخواد بره راه خودش. شما هم هر کاری میکنی اون میگه نه، اون چیزی که من میگم بهتر از شماست. شما اینو چیکار میخوان بکنید؟ اگه به زور نگهش دارید، آیا این ماجرایی نمیشه که ما تو تلویزیون میبینیم بچه پدر و مادرش رو شوت کرده، بچه استاد پدرش استاد دانشگاه بود، پروفسور بود، همین لیزبرگ، بچه با دوستاش آمده بود با شمشیر پدر خودش رو کشته بود سال گذشته. من فلسفم اینه، اگر آقای ایکس، آقای ایگرگ، خانم زی، اینا تجزیه طلبن به هر دلیل، به هر دلیل، بذاریم بیاد صحبت کنه. حالا که میخواد بره یه جای خونه بگیره، بیاد بگه بابا ماما من با شما نمیتونم زندگی کنم، شما حاضر هستید این خرجی رو که برای من انجام میدید به من بدید تا من برم یه خونه بگیرم که مجبور نشم با یه نفر که شماها دوست ندارید، شماها دوست ندارید خونه رو شریک کنم؟ ببینید اینجا اقلا شما یاریش میدید. اگه یک کسی اومد گفت آقا من میخوام تجزیه طلب بشم، این حالا برش میگردونیم میان سر این ماجرای دریاچه ارومیه و اون دوستی که نوشته بود آقای سربی من فکر کردم شما دموکرات هستید ولی فهمیدم که نه دموکرات نیستید و پارس هستید و همه پارسی ها دیوانه هستند و دموکرات نیستند. عزیز من نیستم در منطقه ارومیه،
من نمیدونم وقتی امروز میان بیرون در رابطه با محیط زیست میان بیرون یا این یک حرکت سیاسی شما که هستی، این گادم تلویزیون، این تلفن، شما بیا صحبت کن. آقا تجزیه طلب، بذارید بیاد صحبت کنه، بذارید یه سازمانی را بندازه، سازمان تجزیه طلبیان شیرازی. شیرازی ها میخوان شیراز رو از فسا جدا کن، بذار جدا کن، ببینیم اون وقت دیگه این شیرینی های خوب فسا گیرشون میاد، ببینیم انجیر استعبونات گیرشون میاد، ببینیم خورمای بوشهر گیرشون میاد. بعد ببینیم اصلا این سربی اگه میگه شیراز رو میخوام تجزیه کنم چند نفر میرن دورش؟ بذارید خودش آبروش بره، چرا شما نگران میشی؟ یه دوستی گفت نه، این دوستان مثل اونهای هستن، شعری هست میگه دزدی که با چراغ میاد بیشتر میتونه به دزده و ببره. نه اینجور هم نیست، یه بارم بیاد با چراغ ببره، دفعه دیگه شما میبینی اینی که داره با چراغ میاد دزده یقشو میگیری. باور کنید همینجا تو آمریکا بزنید ببینید، سازمانهای کمونیستی هست، سازمانایی هست که میگه ما میخوام ایالت آلاسکا جدا بشه. سوربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. سلام عرض کردم آقای سوربی. سلام آقای بهرامی عزیز، بفرمایید. همه چی خوبه؟ مرسی عزیزم. یه مقدار بلندتر صحبت کنید، صدای کامپیوتر یا تلویزیون هم کم کنید. آقای بهرامی یه مقدار عزیزم بلندتر باهات صحبت کنید. خیلی بلند دارم صحبت. حالا خوب شد. مرسی. شما خوبی؟ ممنونم. شما چطوری؟ قربان شما. طبق برنامه‌های گذشته‌تون که شما فرمودین راجع به راهپیمایی، دو نفر مخالف، چهار نفر مخالف بودن، دو نفر موافق بودن که یکیش علی آقا بود، یکیش هم آقای سعید بود. درسته؟ خب شما بفرمایید دیگه، از من نپرسید، بفرمایید بگید. جناب سوربی شما هفت ایمیل برای من فرستادین که من یکی یکیشو برای شما میگم. اون آقا سعیدی که موافق بود صحبت کرد با شما در اون برنامه گذشتهتون گفت 7500 نفر دستگیر کردن. علی آقا گفت 1500 تا. ایمیلی که شما برای من فرستادین آقای منصور گفته 7500 تا. آقای مرداد گفته 3000 نفر اسیر گرفتن. ما هم فرمودیم اگه شما مدرکی دارین که اینا رو تحویل دادین به سبیر سخش نشون بدین که معلوم بشه اینا رو کشتن یا زندن. درسته؟ من هفته ایمیل گرفتم به رقمای مختلف، ولی من اون ویدیویی که دیدم نمیتونم انکار کنم. شما میتونین آقای مرتاد اون ویدیوها رو بذارین، اون گویندتون که صحبت میکنه مردم تصمیم بگیرن، میگن 300000 تا یا میگن 1500 تا. سه تا ویدیو در برنامه خودشون هم بذارن، وقت شما رو هم نگیرن، وقت برنامه شما رو هم نگیرن که بینندگان اعتراض نکنن. چون آقای ایرجی که شما میشناسین برگشت یه چیزایی گفت که میگه همه چیو ما هر چی که میگیم این کار میکنن. حرفش درسته. شما برگردیم به 32 سال پیش، اولین گروهی که برای خمینی گارد گرفت مجاهدین بودن، خیابون رو آپاچ کردن، گل کاشتن که آقای خمینی داره میاد، محافظش بودن، با آقای قدزاده، با حسن خمینی، با آقای محسن رفیق دوست، آقای خیابانی و رجبی قرارداد بسته بودن گاردش کنن تا رئیس صحرا. درسته؟ حرف من غلطه آقای سوربی؟ شما جواب بدیم الان. والا من در جریان مجاهدین، مثلا ببینید شما میگید تو تهران، من تو شیراز بودم، من تو شیراز دیدم اینا قبل از انقلاب زندان بودن، بعد که اومدن یه مقداری همکاری کردن با جمهوری اسلامی، بعد سر انتخابات و اینها جدا شدن. اون چه که مهمه، شما بیاین اون سایت خودتون رو، طرف خودتون رو بگید، مردم هم علی رو شنیدن هم مرداد رو شنیدن. بله. اینجوری مردم تصمیم میگیرن. اینی که شما بله. به من بگی نزدم آقای سوربی. شما گفتین شورای مقاومت، مثلا شما که فرد آمریکایی هستین، شما اگه میخواین جزو شورای امنیت باشین، شورای مقاومت باشین، باید اول عضو سازمان باشین تا شورای مقاومت باشین. خب اینم من نمیدونم، اگه شما میگید چون شورای ببینید آقای بهرامی،
شما وقتی به صورت سوال جواب با من میان جلو کار من رو مشکل میکنی دوست عزیز. بله کاملا حرفتون حالا درست. بذارید چرا؟ برای که اولا من نه جزء شورای مقاومتم نه مجاهدم نه اینها رو میدونم، ولی تا اونجا که من میدونم شورای ملی مقاومت وقتی درست شده بود یه عده سلطنت طلب داخلش بودن، یه عده علی... سلطنت طلب بودن، چگونه اینا میتونن مجاهد بوده باشن؟ آقای سوربی عزیز، اگه کسی میخواد جزء عضو سازمان مجاهدین باشه، قانون برنامه اساسی اونا 7 چیز بیشتر نیست. من در مردم اگه آقای مرزادم برنامه بذارم میام میگم 7 چیز هست که شما میتونی عضو سازمان مجاهدین باشین. اگه عضو سازمان باشین میتونی عضو شورای مقاومت باشین. و حرف من چیز دیگه بود. من اگر میگم، اگر حرف من ضد نقیزه، اون نواره بیارم بذارم به وقت برنامه خودشون. 3 تا حمله کردن دیگه. اگر گفته های آقای حسین ابریشمی قبول دارن، 130 تا حمله کردن، 3 تا حمله کردن، مهرگان بود و چلچراغ بود و جاوید، حمله جاویدان بوده. اون حمله ها رو نوارش رو بذارن خودشون قشنگ میگن چند تا تانک گرفتن، چند نفر اسیر گرفتن. من به شما برنامه قبلتون گفتم ولی بینندگانتون نشیدن، من 2 تا پسر عمه خودم تو اون پادگان سنندج بودن. اون موقعی که اینا حمله کردن یه پسر عمه من اسیر شد و اینو تحویل دادم به عراق، تحویل دادم به صدام. چطور اون موقع همیشه ویدیو صدام و حمله های صدام رو نشون میدادن، الان که نوری مالکی اومده همش مخالف و ضد اون و همه چی میگن، ولی من یه بعد دیگه شو میبینم. آقای سوربی عزیز، این حرفای ضد نقیزی که راجب نوری مالکی میزنم، اون پناهنده هایی که تو ترکیه هستن یا تو استرالیا هستن یا تو یونان هستن به اونا بد میگذره. اینا الان 75 اکه زمین دارن. اون پناهنده هایی که تو ترکیه آواره موندن اونجا میرن قاشق سماته میزنن که روزی 2 دلار بگیرن، اونا دارن سخت میگذره که بهشون پناهندگی نمیدن. یا اون که بهتون گفتم جزیره استرالیا جزیره کریسمس هست، یکی این مجاده بلندشه بره اونجا ببینه حقوق بشر اونجا چی کار میکنه. 4000 نفر تو یه دونه پادگان 500 متری زندونی کردن وسط. خب آقای بهرامی، شما بس. امروز گفتید که اشرف 70 ایکره، 75 ایکره. من اگر اشتباه نکنم فکر کنم قبلا شما گفتید، من 75شو میدونم. من شنیده بودم 30 یا 40 ایکر فکر کنم از زبان خود شما. نه 75 ایکر، 20 ایکرشو که این نورا مالکی 19 فروردین این مرد جانی گرفت که برای کشاورزی حمله کرد جوونا رو کش. 20 اکرشو که تازه گرفتم برای زمین کشاورزی، گفتم برای مردم عراق میخوان کشاورزی کنن. ما مخالف این نیستیم که اینا رو از لیست در نیارن، ما مخالف این هستم اون رهبره از این جوونا سوء استفاده میکنن. آها، یعنی شما مخالف این نیستین که اینها رو از لیست در بیارن؟ بله مخالف این نیستیم قربان، چون ما میدونیم اون جوان هم ایرانی هست. اون رهبر ها، من از اون روز اولم به شما گفتم من اون رهبر ها هستم، مثل رهبر الان شده مثل رژیم خمینی. خامنه ای شده رهبر، 75 میلیون هم باید بگم بله. چند سال یه رهبر میتونه یه رهبر یه سازمانی داشته باشه؟ چند سال شده رژیم شاه، حکومت شاه شده؟ آقای بهرامی، بله، من میدونم الان بلا فاصله دوستان مجاهد تماس میگیرن و دوباره برنامه امروز من هم میشه برنامه مجاهدین. من نه 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 اجازه بدید، من چگونه میتونم یا از شما خواهش کنم یه ساعتی برنامه بذارید تا اون دوستان با شما صحبت کنن، یا از اون دوستان خواهش کنم مثلا مرداد اینجا که بود، اجازه بده مرداد اینجا که بود 26 آگوست وقتی از اینجا رفت قرار شد کامپیوتر و اینهاش رو را بندازه، متاسفانه به یه اشکالی برخورد کرده توی اون ساختمونی که هست، اینترنتش سرعتی رو نداره که بتونه این سیستم ویدیو و اینها رو داشته. شیرین خانم داره؟ شیرین خانم داره؟ بله اتفاقا شیرین برای 22 که قرار بیان نیویورک
راهپیمایی برای نیویورک. بله، امروز یه فلایری فرستادن، من هم نوشتم که میتونن یه برنامه چند روز قبل از اون بذارن. آخه بدبختی اینجاست، اونام وقتی میان میخوان در رابطه با اون راهپیمایی صحبت کنن. مشکل ما اینه که اجازه بده آقای برام. سه تا ویدیوست دیگه، سه تا ویدیوست، حمله چرچراغ، حمله مهرگان، حمله جاویدان، اینا رو بذارن در برنامه خودشون یک شنبه میذارن، شما عنوان کنین بگین فلان روز میخواییم پخش کنن، مردم قضاوت کنن دیگه، احتیاج نداره بحث کنین یا برنامه شما رو به هم بزنن که بینندگان شما ناراحت بشن. ایشون میخوان اون برنامه اخبار مجاهدین بذارن، به جای اون اخبار اون حمله رو بذارن، حمله رو بزنن، مردم تصمیم بگیرن. آخه شما یه چیزی متوجه نیستی آقای بهرامی، شما یه چیزی متوجه نیستی. شما میگی که آقای مجاهد اون فیلمی رو که من میگم بیا نشون بده که دستت رو بشه. ببخشید منم اگه مجاهد بودم نمیکردم، من میگم شما اون فیلمو بیار نشون بده به من. اگر من گفتم نه، که شما هفته ایمیل برای من فرستادین، هر کدومشون یه رقم میگن، منم یه رقم میگم. اگر شما دو ماه برنامه مجاهدین و تبلیغش رو پخش کردین راجع به رژیم جمهوری، آقا من که راجع به تبلیغ گفتم، مثلا امروز من تبلیغ میذارم که آقای حاج نور، ببینید دیروز این آگهی رو ما گذاشتیم که آقای احسان خواجه امیری میاد و در یه جایی میخونه. من آهنگ ایشون رو یه دونش رو گوش دادم به نام پرنده که مال پدرش بود، ایرج من یه پرندم آرزو دارم. اگه یه کسی گفت شما چون تبلیغش رو گذاشتی آقای خواجه امیری اومد اونجا اون آهنگ رو نخوند، عزیز من تقصیر من نیست. شما هم یه تبلیغ بذار، هرچی دوست داری من برات پخش میکنم. خیلی ببخشید آقای صوفی، وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، حرف من فقط منطق من این بود، اگر هر چیزی که واقعیت داره یا چیزی که دروغ هست باید بیان بگن. معذرت میخوایم، ما این کار کردیم، این کار اشتباه کردیم، از الان معذرت میخوایم. چجور برای راهپیمایی احتیاج داشتن از مردم تقاضا کردن بیان کمک، چطور برای اسمشون میخوان از لیست در بیارن از مردم تقاضا میکنن تو فیسبوک بیاین رای بدین، طور خدا چطور اون موقع که یه عملای نشون میدن، اگه یکی اسمی هم میاد میگه این عمل شما اشتباه بوده، پروف دارم، من اگه خواستی من پسر عمم هست که اسیر عراق بوده، تمام دندوناشو کشیدن، یه جوون 50 ساله هم سن شماست که وقتی که معاملات اسیرا برطرف شد شما یه دندون تو بدن فک ایشون نمیبینی. شکنجه هایی که ایشون تعریف کرده، من هر موقع بخواهی هر موقع شما تقاضا کنی من این شخص رو میارم پشت خط سلاینه با شما صحبت کنه. درسته ایشون در ایران، برادر خود ایشون زیر اون جنازه ها قایم شده بود، بعد از 24 ساعت اومده بود بیرون. همون جنازه هایی که من ازش پرسیدم اون جنازه ها کی بودن، گفت ایرانی بودن، کرد بودن، ولی من با چشای خودم دیدم 100 نفر 200 نفر مجاهدین دست تو دست هم دیگه قرص خورده بودن، مرده بودن تو، اونم دیده بودم. اونم برای من گفت من دلم برای هر دو طرف میزنه، اونا هم ایرانی هست. من فقط اینم حرفم اینه که شما میگین اینجوری نمیشه، پس وقتی که حمله صدام به ایران اینا هم سپورت کردن که حمله کردن به ایران دیگه، اینا شعارشون اینه ما از خلق قهرمان رو میخواییم آزاد کنیم. کدوم خلق؟ همون خلقی که کشتین میخواییم آزادش کنیم؟ معذرت میخوام دیگه آقای صوفی. ممنونم از شما، من سعی میکنم حتما با شما، ولی یه حرفایی هست باید زده بشه تا مردم. دقیقاً منم همینو میگم، میگم حرفایی رو که باید بزنیم بیایم بزنیم، نخواهیم که من براتون بزنم، من نمیدونم همه چیز رو. من ممنونتم، باهات تماس میگیرم، شادم نیویورک اومدم دیدمت. مرسی عزیزم. ولی اگر این آقای مرداد اگه به خودش قبول داره میتونه اون نوارا رو بذاره در ساعت خودش، مردم تصمیم بگیرن ببینن شما راست میگین یا من راست میگم. من که میگم 300 تا، شما میگین 1500 تا. آقا یه نفر، شما میخواییم برای اون خلق قهرمان آزادی بیارین، چطور اون یه نفر رو کشتی؟ خیلی معذرت. آره نه، این سوالیه که منم به دوستان شاه اللهی میگم، وقتی که میگن شاه 100,000 تا زندانی نداشت، شاه 3,000 تا رو نکشت، بهشون میگم که چند تا رو کشت؟ یه نفر رو کشت، همون یک نفرم نباید کشته میشد. من از شما ممنونم، با آدم شما بمیکنم. مرسی عزیزم. بله بله.
روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. ممنونم از توجهتون و تماستون. آقای سوربی، آقای سوربی جانم، یه چیز دیگه هم بگم. یکی از اون وکیلای واشنگتن دی سی مال شیکاگو ایرانیه، اسمش فیروز امیرملکه. بله بله، بهش هم تبریک میگم. این وکیلی است که برای سازمان ملل کار میکرد، مخالف اعدامه. ایشون الان شده وزیر خزانه داری آمریکا. آره دیدم اینو. به همه ایرانی هم. ما هم بهش تبریک میگیم، امیدواریم که این دوستان ایرانی وقتی میرن در جهت رفاه و آسایش ایرانی ها بیشتر اقدام کنن. آقای سوربی از شیراز هم یه مقدار بگید. تو شیراز هم حکومت نظامیه. نمیدونم لاجرم اون بستنی طلایی هم شنیدین یا نه؟ بله. اینا رو هم بگین. راجب ارومیه هم بگین 13 نفر رو اعدام کردن. چش صحبت می‌کنم. من یه سوال دیگه هم از راجق آقای عزیزان دارم که پناهنده‌هایی که تو پایگاه اشرف بودن فرار کردن، راجب حسن دایی اسلامی اشواگری کردن. اگه ممکنه اونا هم پخش کنن. بله. خیلی ممنون. مرسی عزیزم. خدا نگهدارتون. خوشحالم که شما در مورد آقای حسن دایی گفتی، چون یک دوستی که از یوتیوب پیام فرستاده در رابطه با صحبت‌های آقای احمدیان گفته که آقای احمدیان و آقای فضائل عزیزان اینها در حق آقای حسن دایی ناعادلانه تنهایی قضاوت کردند و فکر نمی‌کنید که شما به آقای حسن دایی بدهکاری. چرا؟ شما درست میگید. ما همون مقدار وقت با آقای حسن دایی بدهکاریم که ایشون بیاد صحبت کن. حالا اگر شما آقای حسن دایی رو تونستی گیر بیاری، همین دیروز من برای ایشون ایمیل فرستادم، کاوه عزیز، کاوه 222، گفتم من یه برنامه دارم در رابطه با سپتامبر 11، اگه شما میخواید چون چهره شناخته شده هستی بیا و صحبت کن. نوشت من در کالیفرنیا هستم و الان نمیتونم و ممنونم از دعوتتون. قربونت گردم، من که نمیتونم برم با اسلحه مردم رو بیارم. شما ببین این دوست عزیزمون که 4 ساعتی ما هست، یه روز رانندگی نمیکنه بیاد اینجا هم ما رو ببینه، هم یه ساعت بشینه تو برنامه که من بشینم اون. و دیدید اون روز که خانم شیرین نریمان آمده بود اینجا، من این سیستم رو میچرخونم میرم اون و این تلفن رو با میکروفون میذارم در اختیار اینها. این دوستمون میگه که به اونا بگو اینو بیارن نشون بدم. خب مردادی که برنامه میذاره، وقت میذاره، نوکر بابای من که نیست که. اگه من اش اینجوری بگم میگه که ببخشید این ضرب المثله، البته میگن در مثل مناقشه نیست، میگه نوکر بابات سیاه بود، مگه من سیاه هستم که بهم دستور میدی؟ اون میاد فیلمی رو که خودش دوست داره نشون میده. شما یا باید همون موقع بیای رو خط خودش صحبت کنی، یا فیلمی رو که شما میخوای نشون بدی بفرستی بگی سوار به اینو نشون بده. بله من امانتداری رو رعایت کردم، 7 نفر ایمیل فرستادن با اینفورمیشن، من این ایمیل ها رو برای شما فرستادم. دوستان بیننده الان نمیدونن تو اون ایمیل ها چی بوده. شما بیای بگی اون گفته 20 تا، اون گفته 30 تا، این دوستان بیننده بدتر گیجتر میشن. من اینو دارم میگم بابا، دوست عزیز، رفیق، هر چیزی که شما میگی یکیتون قدم پیش بذارید، یا دخالت نکنید، یا اگر میخواید دخالت کنید ببینید راهش چیه. من نمیتونم اگه یه نفر یه سالونی اجاره کرده، پول داده، مامور پلیس گرفته، برم اونجا داد بزنم. منو میندازن بیرون. من میتونم بیرون وایسم، کاغذ بگیرم دستم، تو سرما تو گرما تظاهرات کنم. ما حد خودمون رو نمیدونیم. ما کاغذ چاپ نمی کنیم، تو سرما وای نمیسیم، تو گرما وای نمیسیم. میخوایم در رو باز کنیم، به اون بگیم آقا حرف نزن، من میخوام حرف بزنم. بادیگارد میگیریم اندازتمون بیرون، میگه آقا تو کی هستی؟ تو سخنگوی اینجا هستی؟ تو صاحب مجلس هستی؟ نیست اینجوری. ما این زبونمون مو داره. بود بعد مرداد عزیز اومد اینجا 2 تا 3 ساعت اینجا که نشسته بود برنامه داشت صحبت کرد، چون مردم نمیدونستن این برنامه زنده هست یا نه. روز اولش هم من اشتباه کردم، تلفن اشتباه ترانسفر نکرده بودم، فکر میکردم ترانسفر کرد. خب تماس نگرفتم، یه دوستی بعدن تماس گرفت. چقدر اون شخص آدم محترمیه. گفت خانم پیمانه، خانم آقای مرداد، من مثل بابای شما هستم، شما مثل بچه های من هستی. با هم صحبت کردن دوستانه. منم اینجا نبودم، من خونه داداشم بودم، از اونجا داشتم نگاه میکردم. ما اینو داریم میگیم. شما از من نخواهید که چی نشون بدم، شما از من نخواهید که آگهی مجاهدین رو بگم آقا این عکس اون دختره است، شما باید بردارید، شما برید دنبالشون پدرشون رو در بیارید. به من چه؟
آقا من اینو نشون میدم، این نوشته دیشب تو سالن لیزنر آدیتوریوم بلیت نمیدونم 30 دلار 40 دلار هرچی بیان بخرید. اگه شما رفتی اونجا بلیتش صندلیش مثلا دو تا بلیت فروختن برای یه صندلی، نمیتونی به من زنگ بزنی بگی آقا شما که تبلیغ میفروشی، بعدا بیا اونجا ما که بلیت خریدیم برم بشینم سر جام. هر کسی مسئولیتش رو ببینید چیه. من اگر اومدم از شما مارول خریدم، مرمر خریدم، نمیتونم بعد شکایت اون آهن فروشه رو به شما بکنم. قسمت شما فرق میکنه، قسمت آهن فروشه فرق میکنه، آرشیتک فرق میکنه، معمار فرق میکنه، لوله‌کش فرق میکنه، سیمکش فرق میکنه. ما همه رو قاطی میکنیم، میخوایم بگیم این خونه رو که ساختن نباید اینجوری میساختن. چه کاره هستی؟ هیچی، من فقط میخوام با این مشکل دارم با این خونه دیگه، از این بیشتر من الان میدونم. الان اگه علی خونه باشه علی زنگ میزنه، اگه مرداد خونه باشه مرداد زنگ میزنه. و بعد باز برنامه من شده برنامه مجاهدین. میخوام برنامه مجاهدین داشته باشم؟ نه، برای که من مجاهد نیستم. این مشکل. اگرم به شما وقت ندم، خدای نکرده اگه من نگفته بودم که صدا اون روز کمه دوباره زنگ بزنید، شما میگفتید ببین این سوربی عجب حرومزاده ایه، اون روز صدا رو کم کرد و همه تون دیدید من این تلفن رو اینجوری باید میگرفتم جلو این میکروفون. دو تا میکروفون داریم، یکی صدای منو میگیره، یک صدای تلفن. باید میگرفتم جلو. باور کنید شما شرایط ما رو نمیدونید. میگم بابا این امید و امیدوار آدم بسیار قوی هست، همه عمرش داره ورزش میکنه. آقا شمای بیننده دیشب گریهش انداختید، البته میخواست خودش کنترل کنه ولی دیگه تموم شد. اون لحظه شکست غرورش، غرور نه، شکست غرور نیست، این دیدیم دیگه همه. نکنیم این کارو. زنگ بزنه یکی بگه آقا آقای فلانی آمد اینجا، تیمسار سرهنگ دکتر عقیلی پور آمد اینجا گفت اینجوری، من اعتراض دارم سربی، من چه کار کنم؟ میگم عزیزم شما یه پیام بذار، وقتی برنامه تموم شد من اینو برای آقای سرهنگ عقیلی پور میفرستم، از ایشونم میخوام که جوابگو باشه. بله این قسمته، اگه اینا بیلیت به شما بد دادن، بد فروختن، شما میتونی بعدا به من بگی، من به این دست اندرکاران بگم دوست عزیز شما این کار کردی مثلا 500 تا جا. حالا بنده خدا اینا نه، لیزنر آدیتوریوم یکی از آدیتوریوم خوب اینجاست که مردم ایرانی میرن و سالهای سال هست و اینا، اصلا جزو جورج واشنگتن یونیورسیتیه. و این کار درست نبوده و رفتن بیرون، اونایی که پروموترهای بدی بودن اومدن اینجا، رفتن یه جایی رو گرفتن به صاحب هتل گفتن 2000 تا، رفتن 5000 تا بلیت چاپ کردن و 3000 تاش فروش رفته، ملت اومدن اونجا زنگ زدن فایر دیپارتمنت اومده تعطیل شده رفته. دوستان عزیز خوشحالم به شما بگم که اون دوستی که من گفتم من حتی اسمش رو هم نمیدونم، آقای عزیزان نوشت اسم این آقا رضا طالبی هست و الانم حاضره اگه بخواید میتونه بیاد براتون، بیاد باهاتون صحبت کنه. بذارید من ببینم، اصلا یادم رفته بود تصویر رو عوض کنم. یک نفر آدم اینجا مونده این همه مشکلات، به جای که یکی زنگ بزنه بگه سوربی دوشنبه ها من بیکارم میام کمکت میکنم، چهارشنبه ها من بیکارم میام کمکت میکنم، جمعه ها من بیکارم میام کمکت میکنم. اون یکی زنگ میزنه میگه که مجاهدا اینو گفتن شما اینو بگو. اون یکی ایمیل مینویسه به نام ترو بهایی. آخه ببخشیدا، خود بهایی‌ها میگن اگر این احمق بهایی حقیقی بود هیچ وقت درباره بهایی‌های دیگه اینجوری صحبت نمی‌کرد. براش می‌نویسم آقا شما حاضری بیای توی اسکایپ همین صحبتایی که می‌کنی برای مردم بکنی؟ اینقدر ایمیل برای من می‌فرستی؟ نه نمیام. سیستممون درست نیست. به کجا میانجامه؟ به جایی که ما آخرش این سیم تلفن رو بکشیم بیرون، این تلفن هم مثل قبلا پرت کنیم به طرف اونور بگیم آقا نخواستیم، میایم حرفمون رو میزنیم میریم. بعدا شاید اینجوری طرف بگه اوکی اگه منم میخوام حرف بزنم باید برنامه داشته باشم. ولی حالا که هی مثل آدم مثل انسان میگیم آقا خانم فیلم بگی، برنامه هم پیشکشت، برنامه نمیخواد 10 دقیقه دوربین بده به سرت، دخترت فیلم بگیره، خودت با یوتیوب فیلم بگیر، فیلمو بفرست من برات میذارم. دیدید مرداد 10 دقیقه مسیج میذاش با تلفنش من میذاشم، اون قبول میکنه انجام میده، حرفش اثر میذاره، ما انجام نمیدیم. خب بذارید ببینیم که این آقای رضا طالبی رو ما میتونیم داشته باشیم اینجا. این بنده خدا شاید رو خط هستن. آقای طالبی. الو آقای طالبی. الو سلام دارم جناب سعودی. به به سلام، من ویدیوی شما رو ندارم، شما ویدیوتون خاموشه؟
ویدیو رو من روشن بکنم الان. اگه روشن کنید، آخه این دوستان ما خیلی پیرو دسیسه و کانسپیرسی هستن، ممکنه بگن یکی دیگه از اتاق اونوری داشت صحبت میکرد و آقای طالبی نبود. ویدیو رو الان بله بله، حالا شما رو دیدم و شناختم و اون روز با عینک دیده بودمتون. خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد. دوستان عزیز اجازه بدید که من این آقای رضا طالبی، درست میگم؟ بله بله درست. آقا شما چی گفتید، چی کار کردید که این دوستان میگن ایشون تجزیه طلبه؟ خدای نکرده چی رو میخواین از چی تجزیه کنید، چی رو میخواین به چی جور اضافه کنید؟ خودتون اولا بگید رضا طالبی کیه عزیزم. به نام خدا اولا سلام عرض میکنم خدمت معلم بزرگ و جناب آقای سربی و همچنین بینندگان عزیز مردم تیوی. یکی این که خودم رو معرفی کنم اول، خب بهتر هست. خب خودم رو معرفی کنم، بنده یک نفری بودم که به عنوان فعال سیاسی، روزنامه نگار و نویسنده و تحلیلگر مسائل تاریخ آذربایجان در کشور فعالیت میکردم، به علت برخی مسائل که حالا در گنجایش این برنامه نیست که حبس و زندان اینجور چیزا و دادگاه شدیم، از کشور خارج شدم، الان در کشور ترکیه هستم. این رو عرض کنم که حالا به ما اتهام تجزیه طلبی میزنه که اولا بنده تجزیه طلب نیستم. اگر با یک کلمه یاشاسین آذربایجان گفتم، آها این کلمه رو اجازه بدید نگه داریم، یاساشین یاشاسین یعنی زنده باد آذربایجان. من نمیدونم برداشتی که آقایون از این کلمه میکنن، برداشت تجزیه طلبانه از کجاش در میاد، من هم الان متوجه نشدم. آقای عزیزم به من دارم گفتن، الان من دو سه تا از بچه ها رو ازشون پرسیدم که آقا من گفتم یا یاشاسین آذربایجان، آیا بنده تجزیه طلب شناخته میشم یا نه، یا آرمان و مرامنامه یک حزبی است که با گفتن یا یاشاسین آذربایجان شما تجزیه طلب هستید، این شهادت این که مسلمان میشن، شاید همین برنامه برای تجزیه طلبا باشه. آقا گفتی شهادتین، کردی کبابم دیگه، شهادتی از این دروغتر نمیشه که من وقتی بچه هستم شهادت بدم خدا رو دیدم، خدا بزرگه، حضرت علی برخلاف تمام سنی ها من بگم حضرت علی نمیدونم مولای متقیان هست. و در هر صورت دوست عزیز من چون ترکی بلد نبودم، اگر باور کن توی این تلویزیون ما بیایم بگیم که یک بچه‌ای احتیاج داره به خون و میخوایم یه نفر خون بهش بده، از این چند هزار بیننده باور کن سه نفر به زور زنگ میزنن. ولی شما این یک کلمه رو که گفتی، من تنها اینجا 40 تا تلفن داشتم و بهشون میگم من که نمیفهمم چی گفته ایشون، میگن آقا از خودش بپرس. گفتیم چشم، و چقدر از شما ممنونم که امروز راضی شدید بیاین اینجا و خودتون بگی. پس شما تجزیه طلب نیستی؟ نه، اگه برفرضم کسی تجزیه طلب باشه در ایران، این رو باید به اون چراهای مطلب اندیشید که چرا فکر و اندیشه تجزیه طلبی در یک هویت طلب، من میتونم بگم که در یک هویت طلب قومی در این رژیم جمهوری اسلامی ایجاد میشه، به این چراها باید بپردازیم، نه اینکه بگیم آقا ایشون تجزیه طلب است. چرا این مسائل در کانادا مثلا برای کبکیا ایجاد نمیشه، در سوئیس ایجاد نمیشه؟ ما باید به این مبناها و ریشه ها بپردازیم. آقایون مبنا و ریشه ها رو نمیبینن، میان که همون سر شاخه رو میزنن، میگن که این آقا تجزیه طلبه. بیاید این درخت رو از ریشه بزنید. این رژیم جمهوری اسلامی، این حکومت، این عقاید رو در ما ایجاد کرده. شما میاد از این عقاید و عقاید فاشیستی و شوونیستی رژیم جمهوری اسلامی فرار میکنید، این عقاید دوباره میفتن تو همون تله، یعنی خودشون همون عقایدی که رژیم جمهوری اسلامی درشون القا کرده رو دوباره دارن پس میدن، یعنی دارن درس پس میدن به رژیم جمهوری اسلامی. آقا جون شما اگه الان بنده رو قبول ندارید، فلاکس رو قبول ندارید، تک صدایی همون چیزی که رژیم جمهوری اسلامی میخواد. دموکراسی یعنی که یعنی هر کس هر مطلبی هر فکری داره بیاد بدون اینکه آزادی ها و حقوق دیگران رو زیر پا بگذاره بیاد عقایدش رو بیان بکنه. آیا من غیر از این کردم؟ آیا من رو حق شما پا گذاشتم؟ آیا من مطالبی ضد و نقیض برای احقاق حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایران گفتم؟ آیا ضد این گفتم؟ شما بیاید آقا، حتی من خوشحال میشم که تحلیل بکنم مطالب بنده رو، به من ایراد بگیرن، چون من یک نفر کوچکی بودم که در این فعالیت‌ها شرکت کردم و نماینده مردم و نماینده یک حزب نیستم، صرفا اومدم عقایدم رو بیان کردم
و همچنین در مورد مسائل آذربایجان و مسائل ارومیه، در مورد از من در مورد مسائل اصفهان و مسائل خراسان نپرسیدن. اگر میپرسیدن شاید در مورد اونها هم تحلیل میکردم و مسائل رو میگفتم و شاید اونجا میگفتم زنده باد مردم خراسان، زنده باد مردم تهران، زنده باد مردم اصفهان. صرفاً چون از من در مورد قیام‌های مردم آذربایجان پرسیدن و بحث در این حیطه بود، بنده عقایدم رو در این مورد گفتم. چیزی هم راجع به تجدید طلبی نگفتم جز یک کلمه یا شاسین آذربایجان، زنده باد آذربایجان. اگه یک اصفهانی هم بیاد بگی زنده باد اصفهان، یا یکی بیاد بگه بجی کردستان، زنده باد کردستان، اینها تجدید طلب نیستن. این تفکرات سطحی رو ما باید نمیدونم چجوری باشون برخورد کنیم. خب آقای طالبی عزیز، من ضمن این که از شما تشکر میکنم، حالا که شما اهل آذربایجان هستید و اون ماجراهای آذربایجان و ارومیه و اون دریاچه رو دنبال کردید، یه مقداری برای دوستان در این مورد توضیح بدید، بعد به من بگید که آیا این یک مسئله به اصطلاح محیط زیست هست، اجتماعیه یا سیاسیه. ضمناً چقدر شما قشنگ گفتید، گفتید من اهل آذربایجانم، از شیراز و اصفهان خبر ندارم. ای کاش اون دوستیم که من نوشته ایشون رو برای شما میفرستم، به ایشون بگید آقا شما چرا به سربی میگی، شما چرا نمیگی؟ سربی نمیدونه، اگه بگه غلط گفته، شما بیان بگید. من بازم از شما ممنونم. در مورد آذربایجان، در مورد دریاچه ارومیه یه مقدار برای بینندگان ما توضیح بفرمایید. ببینید، مسئله دریاچه ارومیه ابتدا یک مسئله زیست محیطی بود، یعنی مسئله‌ای بود که مردم به صورت ملموس با این برخورد داشتن به صورت 20 ساله. رژیم، حالا یک تفکراتی است که رژیم چرا میخواهد این دریاچه را خوش کند، چه منفعتی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران دارد، این رو ما باید بیندیشیم. حالا یه برنامه‌هایش رو در صدای آمریکا من گوش کردم که میگفتن که معدن اورانیوم هست. یکی از دوستان ما تحقیق هم کرده، گفته شما هم کره شمالی هم ببینید، کره شمالی یک جایی هست که بسیار نمکخیز هست، یعنی معادن نمک در اونجا زیاده. یعنی این رو به اثبات رسونده، استدلال کرده که هر جا نمک زیاد هست، قریب به یقین معادن اورانیوم هم در اونجا زیاد هست. در هر نقطه از دنیا ما نمک رو با اورانیوم قرین میبینیم. رژیم با این سیاستش اولا خواسته که این منطقه رو خالی از سکنه بکنه به خاطر ادامه فعالیت‌های اورانیومی و فعالیت‌های کثیف هسته‌ای خودش. این مسئله به صورتی که عرض کردم، ببین، مردم آذربایجان دستاویزی نداشتن، یعنی این مردم برای مخالفت از با رژیم یک دستاویز رو احتیاج داشتن که این دستاویز دریاچه ارومیه شد، هم به خاطر مسائل زیست محیطی به مخالفت با رژیم بپردازن، که این اولین مورد هست در ایران که یک مردم به خاطر مسائل زیست محیطی وارد خیابان‌ها میشن و شعار میدن، و هم که حق و حقوق اولیه خودشون، حق و حقوق اولیه هر انسانی که در قانون اساسی یک کشور هست و حق و حقوق اولیه هر انسانی که در منشور حقوق بشر هست، اینها یک حقوق پیش پا افتاده است که از این رژیم بگیرن که تا حالا بهشون نداده. و مسائل تجدید طلبی اینها، ببینید، اینها در مسائل بعدی است. یعنی ما، شما مرحله اول مخالفت و براندازی حکومت جمهوری اسلامی اینانه. عزیزان من میان الان عقایدشون رو مطرح میکنن، خب محترم هست، شما اول بیایید جمهوری اسلامی رو براندازی کنید، بعدم بیایید بگید که آقا من یک تجدید طلبم، شما یک مجاهدی، ایشون یکی دیگه است، مردم تصمیم بگیرن که چیکار میکنن، یک رفراندومی میذارن، بعد از این مردم خودشون برای خودشون حق تعیین سرنوشت دارن که من به عنوان یک ملت، اگه تعریف ملت، یک عنوان، یک قوم، بتونم که سرنوشت خودم رو تعیین کنم. حالا مسئله دریاچه ارومیه به مرور رفته رفته سیاسی شد و برخی از گروه ها اومدن بهره برداری سیاسی بکنن که بماند. این مسئله نه اولا یک حزبی پشت سر این مسئله بود، نه اولا برنامه ریزی سیاسی شده، مردم به صورت خودجوش اومدن. اتفاقا کسانی هم بودن که بالاخره کمک کردن که این فعالیت ها رو بیاد، سازمان یافته تر بشه، مدرن تر بشه. الان با سرکوب مردم ارومیه، الان من باز هم شنیدم که در اردبیل ریختن به خیابون ها، در آلیقاپو، در شریعتی مردم رو گرفتن، مردم رو دارن میزنن. آقای رشیدی در مشکین شهر، یکی از عزیزان روزنامه‌نگارمون، دستگیر شده. آقای احمد شهید رو رفتن برخی از فعالان حقوق بشر آذربایجان، الان ساعتی پیش باشون دیدار کرد، من نتیجه این مذاکرات رو نمیدونم. دارن فعالیت میکنن مردم، و موقعی که این مردم دارن فعالیت میکنن، مردم آذربایجان خودشون رو تنها میبینن، گلایه میکنن.
میگن مردم عزیز مسئله دریاچه ارومیه صرفا برای مردم آذربایجان نیست. شما میگی آقا صرفا برای مردم آذربایجان، خودشون فعالیت بکنن، خودشون هر کاری میکنن، هر گلی زدن به سر خودشون میذارن و اونجا ساکت مینشینی. موقعی که ساکت مینشینی این مردم شاکی میشن، میگن ای آقا جون چرا ما داریم اینجا خودمونو میخوریم، به سر خودمون میزنیم، کشته میدیم، شهید میدیم، صدای کسی در نمیاد از جای دیگه، صدای یک رسانه‌ای در نمیاد، ولی یک مسئله یک کوچکترین چیزی در فلان جا میشه، من مثال نمیذارم شاید بنده رو به عنوان تجزیه طلب بشناسن، فلان جا میشه در بوق و کرنا میکنن که آقا فلان کس مثلا فلان کس یک آدم معلوم مجهول الهویه و گمنام اینجوری شد، بهمان شد، فلان شد، ولی یک دریاچه که عمرش چند صد، من نمیدونم حالا زمین شناسی و ژئوفیزیک نخوندم، چند صد میلیون سال هست با این سرزمین اخ گرفته داره میمیره جلو چشمون، کسی صداش در نمیاد. به این با این عنوان این شعارها برمیگرده، شعارهایی که ما دیدیم در تراکتور بازی تراکتور سازی و استقلال داشتن شعار در مورد دریاچه ارومیه میدادن، تراکتور سازی استقلالی برگشتن یه شعارهایی که توهین کردن مردم. ما به جای اینکه حمایت بکنیم از مردم آذربایجان، اومدیم به جای حمایت داریم جلوشون رو وای میسیم، همون کاری که رژیم جمهوری اسلامی میخواد، یعنی همون کاری که مردم استانهای دیگه، مردم قومهای دیگه مخالفت بکنن و این حرکت توسط مردم قدرت رو مونتسکیو میگه متوقف میکنه، با این متوقف کردن قدرت خودش بشینه کنار، مردم بیفتن به جون هم. ولی ما این رو نخواستیم، ما گفتیم آقا دریاچه ارومیه برای ایران هست، دریاچه ارومیه برای تمام ملت هست و با این سرزمین اخت شما هم بیاد حمایت بکنیم. ولی متاسفانه با انگهایی که به ما زدن تجزیه طلب، با انگهایی که به ما زدن شما آقا فاشیستی، با انگهایی که به ما زدن شما آقا پانتور، که اصلا ما از تفکر فاشیستی، تفکر پانی اینها فرار میکنیم، اینها تفکراتی است که الان در جهان امروز منسوخ هست، اینها ما داریم از اینها فرار میکنیم، دوباره بیایم همیش درگیر اینها بشیم خیلی خودش یک اشتباه بزرگی. بنابراین دریاچه ارومیه دستاویزی شد برای مردم، چون ملموس بود، کشاورز بیچاره، دامدار بیچاره، تا حالا بهش میگفتیم آقا جون اینجوری رژیم فلانه، بهمان، احمدی نژاد، متوجه نمیشد، میگفت نه آقا وضعمون خوبه. ولی الان که داریم بهش میگیم که آقا داره دریاچت رو خوش میکنه، چاهی که تو میزنی به شورزار میشه، زمینات داره خوش میشه، این بادهایی که نمک که بیاد بچه هات مریض میشن، میفهمه به قول بچه های محل دوزاریش میفته. الان که دوزاری این مردم افتاده، این مردم دارن میریزن خیابونا، تظاهرات میکنن، چرا حمایت نمیکنید با یکی مارکایی که بالاخره همون سبک جمهوری اسلامی که به هر کسی یه مارکی میزنه که آقا تو فلانی هستی، بهمان هستی، یه روزنامه‌نگار مینویسن علیه امنیت ملی، مارکایی به این مردم میزنن، آقا تجزیه طلبن، آقا اینها منحطتن، آقا اینها در خدمت رژیمن، آقا اینها مردم ببخشی فلان فلان هسته، به جای حمایت میاد این انکار رو به ما میزنی، به من هیچ سودی نداره اتفاقا، از این به من بگن تجزیه طلب، به من هر حرفی میزنه اصلا سود نداره، چون من ادبی نیستم، من یک آدم ساده، یک روزنامه‌نگار ساده هستم، یک نویسنده ساده هستم. ولی اینها نه تنها به حرکت در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران کمکی نمیکنه، بلکه باعث دل سرد شدن همون فعالان میشه. بنابراین اینها درست نیست. و یک مطلب دیگه هم میخواستم عرض بکنم که آقای لکستانی و چند روزنامه‌نگار هم با آقای بانکیمون نامه‌ای نوشتن، این فعالیت ها رو که ما فقط مشاهده میکنیم که از طرف مردم آذربایجان هست. بنابراین فقط ما یک گلایه داریم از مردم سایر نقاط که آقا جون به این حرکت بپیوندید، به ما هم کمک بکنید، ما رو تنها نذارید. اگر شما میگید که ما تجزیه طلب هستیم، خب ما رو بذارید تنها، ما اصلا کار نداریم، ما تجزیه طلب، ما کار خودمون هم انجام میدیم، به کسی هم نیازه. ولی اگر میگید که آذربایجان جزء ایران است و مردم آذربایجان برای مخالفت با رژیم هستن، کمک بکنید به ما، کمک مالی هم ما نمیخوام، کمک معنوی. بله ممنونم آقای طالبی، مثل که تصویر شما فریز شد، حالا بهتر. بله. حالا بهتر شد. بله. بله. اگه لطف کنید به این طرف هم نگاه کنید که دوربین هست بهتره، ممنون میشم. شما خیلی قشنگ گفتید، گفتید که اگر اونها فکر میکنن ما تجزیه طلبیم، پس ما رو تنها بذارن، ولی اگر اونها میخوان که ما تجزیه طلب نباشیم، بیان و ما رو حمایت کنن. من یه سوالی از شما دارم، شما حاضر هستید توی برنامه یکی دو ساعت مستقیما با بینندگان در تماس باشید، من امکاناتی رو فراهم کنم از همون ترکیه شما بتونید با اون سیستمی که آقای عزیزان برنامه میذاره برنامه بذارید و این رو
همون جوری که برای دوستان مجاهد میگم که خودشون صحبت کنن، شما هم به عنوان یک فعال روزنامه نگار صحبت کنید که من این وسط نباشم. اگر حاضر هستید از طریق ایمیل و همین اسکایپ با هم در تماس باشیم تا من یه جریان یه وقت دیگه ای رو در اختیار شما بذارم، چون امروز متاسفانه یا خوشبختانه من ساعت 4 برنامه رو تحویل میدم با آقای عزیزان، ساعت 5 میدم به رادیو یک جهان، ولی حتما با شما تماس میگیرم، حداقل یک ساعت یا دو ساعت به شما برنامه میدم که شما بتونید این صحبتاتون رو، این درد دلهاتون رو با بیننده های ما در میون بذارید. خواهش می‌کنم، شما هم بفرمایید آقای سربی. بالاخره این فرصت رو که به ما میدید همین غنیمت هست، همین شبکه مردم تیوی لااقل درک کرده، بخشی از جامعه سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی رو درک کرده، بنده در خدمتتون هستم، بنده کوچکتر از اون هستم که البته در این برنامه شرکت بکنم. این لطف و منت از رتالی. من ممنونم از شما. قیافه شما رو که دیدم یاد همدوره سربازی خودم آقای حمید معماریان افتادم. همین جوونی ری. حالا من هم یه احساس جوونی به هم دست داد. از شما ممنونم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، برای ملت ایران بهترین ها رو آرزو میکنم و چقدر خوشحال میشم که صحبت کنیم. من باورم بر اینه که با صحبت کردن سوء تفاهمات از بین میره. بله بنده متشکر از این وقتی که به بنده دادی تا یه مقدار درد دل کنم و سر بیننده ها و شما رو درد بیارم. متشکرم. خواهش میکنم. خوشحال شدم. مواظب خودتون باشید. با امید دیدارتون. منم سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، این آقای طالبی رو شنیدین. آیا واقعا این چیزی بوده که شما شنیدید؟ این بنده خدا که به زبان خودش میگه من یا آدم دروغگوییه که خب بذارید دروغگوییش معلوم بشه، آبروش بین خودشون بره. چون اگر بیاد توی تلویزیون بشینه اعلام کنه که آقا من تجزیه طلب نیستم، بعدن اون دوستاش بهش میگن آقا این تجزیه طلبی چیه که شما قایمش میکنی و میترسی. اگرم داره حقیقت رو میگه، خب حقیقتش رو قبول کنیم، بریم کمکش کنیم. سوربی میتونه یک ساعت برنامه در اختیارش بذاره، دو ساعت برنامه در اختیارش بذاره، شما میتونی کمکش کنی، حمایتش کنی، ببینی مشکلشون تو ترکیه چیه، مشکلشون رو حل کنی، کمکش کنید. تا کی ما میخواییم فقط فوری تا یکی دهنش باز کرد یه درست میگه، میگه این همون کاری نیست که جمهوری اسلامی میکنه، این همون کاری نیست که آقای سعیدی سیرجانی گفت، گفت جمهوری اسلامی هم به شما میگه اگه منو قبول دارید با من هستید خوبید، اگه قبول ندارید بدید. دوست عزیز سربی هستم، شما بفرمایید. خب ببخشید دیگه، بذارید بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم، چون ما امروز سر ساعت 4 باید برنامه رو بدیم تحویل آقای عزیزان. ساعت 4 امروز آقای عزیزان برنامه داره، 5 بعد از ظهر رادیو یک جهان برنامه جدیدش رو میبینید، سه شنبه شب فردا شب ساعت 8 شب تا 10 شب آقای دکتر بیژن یگانه برنامه داره. اون آقا یا خانم، من همیشه میدونم اینا آقا هستن، دلیلش هم بارها گفتم، خانم ها نمیتونن اینقدر احمق باشن، ما آقایون هستیم که اینقدر احمقیم، مثل بچه ها عمل میکنیم. اون آقای تروبهایی که ایمیل مینویسه، من به شما میگم شما یه آدم بزدل ترسو هستید، دروغ میگید، اگه دروغ نمیگید ترسو نیستید، از لاکتون از سوراختون بیاین بیرون، مردم ببینن شما، بهایی دیگه شما رو ببینن، ببینن ایشون درست میگه یا شما درست میگی. مرد میدون باش یا get the hell out of here. آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. مرسی از اینکه تا این ساعت با تلویزیون مردم بودید. امیدوارم تا پایان این برنامه و برنامه‌های دیگر تلویزیون مردم رو دنبال کنید و همراه باشید. هر جای دیگه هم برید برنامه‌ای بهتر از اینجا پیدا نخواهید کرد، به شهادت خودتون که الان نشستید دارید تماشا میکنید. مرسی. تی وی باکس ارائه نوین از کمپانی آی تی سی. بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، خسرو مترجمی هستم. در این قسمت از برنامه دستگاهی به شما عزیزان میخوام معرفی کنم به نام دستگاه تی وی باکس. دستگاهی هستش که کم حجم، خیلی سبک، بدون استفاده از دیش و رسیور شما میتونید که از این دستگاه استفاده کنید برای دریافت برنامه ماهواره‌ای، رادیوهای فارسی زبان، فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها. دستگاه درز 30 ثانیه وصل میشه. شما کاری که میکنید فقط سیم برق، سیم اینترنت و سیم تلویزیون رو به این دستگاه وصل میکنید و میتونید که از تمام امکاناتی که این دستگاه به شما میده استفاده بکنید. دستگاه با یک ریموت کنترل میاد و با سیم آدیو و ویدیو و سیم نتورک. و چیز جالبی که با این دستگاه میاد برق جهان هستش، یعنی که آداپتورهایی که برای این دستگاه دیزاین شده و
با این دستگاه فرستاده میشه، این امکانات رو به شما میده که از این دستگاه در سراسر جهان استفاده کنید. پس با شما تلفنی که در زیر تصویر قرار داره تماس بگیرید. مرسی. کتاب دبیرستان البرز و شبان روزی آن به کوشش میر اسدالله موسوی ماکویی در 880 صفحه. هدیه جاودانه تقدیم به شما، اقوام شما و دوستان شما که در این مجموعه تحصیل کردند. تاریخ به وجود آمدن دبیرستان البرز با عکس های منحصر به فرد از بنیانگذاران، دبیران، کادر آموزشی و عکس های دست جمعی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز. اسامی کامل فارغ التحصیلان دبیرستان البرز و شبانه روزی آن از سال 1324 تا 1376 هجری شمسی. بهترین هدیه برای شما، اقوام و دوستان البرزی. جهت سفارش و دریافت کتاب دبیرستان البرز لطفاً با شماره تلفن 240-654-5795 و یا از طریق ایمیل به آدرس albors@yahoo.com تماس حاصل نمایید. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان چستم از برای آزادی. جبهه آزادی خواهان ایران مردم را به همکاری و همفکری که موجب تکمیل و پیشرفت بیشتر آن شود دعوت می نماید، تا بدین وسیله بتوانیم دیکتاتوری و استبداد را از میان برداشته و آزادی، دموکراسی و عدالت را برقرار کنیم. هر عضو این جبهه دارای یک رأی و همه تصمیم گیری ها بر مبنای اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. ویژگی های جبهه آزادی خواهان ایران: 1. نوع حکومت را به مردم واگذار می کنند. 2. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود. 3. جبهه از هر گونه برخورد به گذشته احزاب و افراد پرهیز می نماید. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران، نابود باد استبداد به هر شکلش. زعفران گریل، یادآور خوراک‌های خوشمزه ایران. صرف غذاهای مورد علاقه در محیطی بسیار زیبا و دلنشین. پخت و پز و پذیرایی را به زعفران گریل بسپارید و شما اوقات را با دوستان و مهمانان خود سپری کنید. کیترینگ با قیمتی ارزان و کیفیتی عالی برای مهمانی‌های کوچک و بزرگ شما پذیرفته می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 703-421-2080 تماس حاصل فرمایید. دوستان عزیز سلام، مجدد خدمت شما. سوربی هستم. دوست عزیز بفرمایید. این تلفن ما مثل که امروز یه چیزیش میشه. دوشنبه است. دوشنبه مثل شنبه های روز ایران توی ایران بود، همه تنبل بودن. اینم اینجوری. اجازه بدید من صدای این رو کم کنم بیام خدمتتون. کم مونده بود از صندلی بیفتم پایین. خب دوستان عزیز، در رابطه با صحبت هایی که آقای طالبی کردن، ایمیل هایی رسیده به دستم که من اینها رو میفرستم برای آقای عزیزان. آقای عزیزان لطف کن اینها رو بفرست برای آقای طالبی، چون من ایمیل ایشون رو ندارم. و در رابطه با اون عکسی که ما نشون دادیم، میگن این عکس ساختگی بوده و میگن سایه میاریم دوباره ببینیم دوستمون چی میگه. بذار من این رو برای آقای عزیزان
بفرستم. امروز چند ساعتی یوتیوب آدرساش کار نمیکرد و وقتی یه اشکالای اینجوری پیش میاد ماها میفهمیم که چقدر مغزمون و مموریمون رو، حافظمون رو گذاشتیم کنار و همه چیز رو دادیم دست کامپیوتر، همه چیز رو دادیم دست شماره تلفن‌ها رو دادیم دست این، و اگر این نباشه شماره تلفن خودمون، شماره تلفن خونمون، اینا رو بلد نیستیم. آقای تیرانداز میگه که تفاوت امت و ملت رو توضیح داده که اون رو براتون میخونم، اجازه بدیم ببینیم این دوست عزیز چی میگه. سوربی هستم، بفرمایید. سلام عزیزم، بفرمایید. و درود سپاس دارم به همه بینندگان محترم. اگر مقدر هست که چند دقیقه وقت گرامیتون بگیرم. حتما بفرمایید. جناب آقای نصر گرامی، ما هفته روز چهارشنبه یکی از مسئولین اول هلند به جبهه آزادی خواهان میخواد چند دقیقه رابطه با کنگره ملی و انتخابات در آینده میخواد در اروپا و در کل مثلا اروپا و آمریکا و با اینترنت از داخل ایران انجام بشه، در رابطه با این مسائل بخواد یه توضیحاتی به بینندگان بده. اگه براتون مقدور هست من اسم شما رو اعلام کنم، اعلام آقای پاک نژاد که چهارشنبه خدمت شما برسه، رابطه با جبهه آزادی خواهان و کنگره ملی و در کل خوشی. آقای علیپور، من معمولا وقتی روی برنامه زنده هستم به این تجربه رسیدم که وقتی این وقتها رو میذارم بدون اینکه تقویمم رو نگاه کنم و اینها، معمولا اشکال به وجود میاد. اگر اجازه بدید بعد از برنامه زنده شما تماس بگیرید تا ما وقت اون مصاحبه رو با همدیگه به اصطلاح ردیف کنیم و هیچ اشکالی نداره و همیشه دوستان نه فقط جبهه آزادی، از هر جای دیگه ای که باشن خوش آمدن که بیان صحبت کنن و نظراتشون بگن. در رابطه با این جبهه چیز که شما میگید کنگره ملی، آقای واحدی جدیدن صحبت کرده. آقای واحدی نماینده یا سخنگوی آقای کروبیه. آیا این کنگره ملی هیچ ربطی به کنگره ملی آقای واحدی داره؟ من ولی امروز شنیدم که آقای واحدی سخنگوی آقای کروبی، ایشون در بی بی سی یک مصاحبه داشتن در اتاق کنگره ملی انتخابات آزاد که در حول خوش همین تقریبا پروژه‌ای هست که حدود دو سال ما داریم دنبال میکنیم و من دقیق نمیدونم، ولی قرار شد که امشب دوستان ما باشون تماس بگیرن که اگر همین انتخاباتی و همین پروژه‌ای رو که ما الان حدود دو سال عرض کردیم که آقا سر یک نقطه به نام فضای باز سیاسی بتونیم همه احزاب گروه‌ها و تقریبا منتقدین سیاسی و مردم شریف رو در یک جبهه واحد جمع بکنیم و بتونیم که تشکیلاتی بزنیم و این جنبش آزادی خواهان سازماندهی بکنیم. اگر ایشون مدرسه همین باشه ما با کمال میل حاضریم با ایشون و با دیگر آزادی خواهانی که مدرسهشون همین کنگره ملی و همین انتخابات آزاد که بعد از انتخابات آزاد بتونه هیئت اجرایی آزادی خواهان بشه، ما با کمال میل با ایشون همکاری خواهیم کرد. ولی تا این لحظه من هنوز نمیدونم بچه‌های ما که دقیقاً همین کنگره‌ای که ما تقریبا دو سال مطرح کردیم همینه یا نظری دیگه ایشون دارن. به توجه که من میدونم حدود سه ماه پیش ایشون مطرح کردن که دیگه این نظام استبدادی در چارچوب این نظام اصلاح پذیری وجود نخواهد داشت، چیزی بود که خودشون فرمودن. خب با توجه به این فرمایش ایشون بس میتونیم که این تحلیل داشته باشیم یا این تبیین رو بکنیم که ایشون در راستای مبارزه جدی هستن با استبداد حاکمه. اگر در مبارزه جدی هستن ما همینجا دور دور دست ایشون می فشاریم و می تونیم با همه کسانی که به فضای بازی سیاسی به حقوق شهروندی تک انسانهایی که در ایران زندگی می کنن و به اون عقایدی که مخالف هم دیگه هستیم بدونیم مبارزه حقوق شهروندی قلمداد کنیم، با این تعریف از آزادی خواهی دست همه اونها ما می فشاریم. حالا امیدواریم که این گروه رازدانی درست بشه به زودی و ما بیاییم در رسانه های گروهی و این آنتنیش بکنیم و بسیم که بشه که در این راستا کنگره ملی تشکیل بشه زیر پوش جبهه واحد رو درست دارید. من وقت شما رو نمیگیرم، بقیه درست تحلیل یا مسئله میدارم به توسط آقای پاک نژاد روز چهارشنبه با
باشه، من گفتگوی داشته باشه در این. آقای علی پور، لطف کنید یه مقداری از وضعیت پرونده خانم میترا کهرم برای دوستان بیننده بگید، چون سوالات زیادی از من میکنن و من گفتم که خانم میترا کهرم قول داده که هر وقت خبر جدیدی بشه ما جز اولین کسانی باشیم که ما رو با خبر بشه. بله، شما چقدر مهربان هستید. من هر وقت بچه از زمینان شما از پرونده میترا واقعا چقدر امیدوارم که ما شایستگی این همه اقای شما داشته باشیم. چشم، میترا خانم که وقتی که توسط پلیس دستگیر شد، ما اولین کاری کردیم براش یه دونه وکیل گرفتیم. بعد از وکیل یک عکسمن بسیار بزرگ و خیلی با شکری که حتی بچه ها میگفتن در این 6 ساله نظیرش رو در روبر زندان ندیدن، چون زندان تا استکهلم حدود 50 کیلومتر فاصله است از جغرافیایی. و ما یه عکسونه بسیار خوب و شکومندی براش گذاشتیم که اینو ضبط کردیم، فیلم برداری کردیم، دادیم به وکیل ایشون. بعد از اون حدود 3000 امضا که بازم در نوع خودش رکورد داشت میترا خانم، اونم توسط همین رسانه گروهی مردمی خودش ما بوده که ما تونستیم حدود 3000 امضا جمع کنیم از همه آزادی خواهان و میهن دوستان و انسان دوستان ایرانی. بعدش هم فردان پس فردا روز چهارشنبه ساعت 5 تا 7 باز هم یک تظاهرات بزرگی که با خود سویدیا و اعصاب و گروه های که در راستای حقوق بشر و انسان دوستی که کار میکنن یک میتینگ باز بزرگی را روز چهارشنبه 5 تا 7 در سگرتوریت استکهلم برگزار خواهیم کرد. و اون صحبتی که با وکیلش داشتیم در ضمن آقای دکتر افتخاری که یکی از مسئولین جبهه آزادی خواهان هستن، ایشون هم بسیار بسیار زحمت کشیدن. یک انتی که به معنای سویدی چیم گواهی پزشکی دادن به وکیلشون به اداره مهاجرت. به دزم لطفی کردن آقای بنی‌صدر عزیز هم یک تاییدیه نوشتن برای میترا، که حتی در این تاییدیه نوشتن که ایشون آزادی خواستن و مبارزن و فعال سیاسی هستن. برای این رو همانه که جمع کردیم دادیم به دست وکیل، وکیلش گفت که الان دستم پره و مدارک موجود کافیه، من میتونم در دادگاه این پرونده رو ببرم و به زودی ایشون آزاد میشه و اقامتش هم براش خواهم گرفت. چیزی بود که وکیلش تا دیروز همون تقام حیوز ما گفت روز جمعه. این آخری خبری بود که من از پرونده میشتاق دادم. ممنونم از شما، امیدوارم این خبر رو از خود خانم میترا کهرم بشنویم وقتی که آزاد شدن و به قول دوستان با هم جشن بگیریم. مرسی عزیزم. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم، همیشه این بستر رو فراهم میکنی برای گفتگو با مردم مهربان و آزادی خواه و بینندگان مردم تیوی شما. تشکر میکنم. امید و تقدیر بهتر. به دوستان سلام من رو برسونید. ممنونم. خواهش میکنم. بزرگواری شما میرسونم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، در رابطه با تجزیه طلبی، خودمختاری، فدرالیسم صحبت‌های زیادی شده. متاسفانه ما تعریفایی که داریم یا کافی نیستن یا ما بلد نیستیم و فقط در موردش صحبت می‌کنیم. خیلی سطحی این پیام برنامه جمعه ها رو داره. متاسفانه هفته قبل نتونستیم، امیدوارم این هفته بیاد. صحبتایی که میکنه قشنگه، در رابطه با اینکه ما یه چیزای سطحی میدونیم و وانمود میکنیم که خیلی دانشمون عمیقه، در صورتی که اونایی که دانششون عمیق هست میدونن که در این دنیای پهناور دانش هنوز انقدر هم نمیدونن. یه کتابی هست به نام، اجازه بدین من، به نام ضیافت، یا نوشته افلاطون ضیافت، یا ضیافت افلاطون. بذارید من اصلا این کتاب رو به شما نشون بدم و ببینم که میتونم. امان از پیری، دوستان خیلی به ما شکایت کردن، میگن خیلی از پیری میگی و نگو، میگیم چشم، باز یادمون میره، چه کار کنیم؟ خب دیگه پیریم. و ببینید این کتابه، بالا نوشته افلاطون، پایین نوشته ضیافت، درس عشق از زبان افلاطون.
ترجمه محمود سنایی. و این خیلی جالبه، در همین رابطه براتون میخونم که این کتاب در زمان خاتمی گویا چاپ میشه و بعد عوضش میکنن، چون یه جاییش نوشته بوده راجع به زنا و مردا و به اصطلاح حقوق اینها. اجازه بدید من این رو اگر بتونم براتون پیدا کنم و بخونم. این جالب بود، اون نوشته رو گذاشتم توی پرونده لایو. تلفن ها هم که بی امان نمیذارن ما به کارمون برسیم. در مقدمه کتاب ضیافت افلاطون که در زمان رئیس جمهوری خاتمی به چاپ رسیده بود، متنی وجود داشت که در چاپ های بعدی از روی این کتاب حذف شد. پاراگرافی از این مقدمه را در اینجا قرار میدهم. در جوامع استبدادی همیشه زن و مرد از هم جدا میشوند تا مردها و زنها چیزی که بینشان جریان داشته باشد، شهوت بیمارگونه ناشی از توهم شناخت از هم باشد، تا هیچ زنی و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص بدهد و زنها و مردها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و بس، نه چیز دیگری. چرا؟ چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد، آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زنها و مردها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می گرد می کنند خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارند و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است. چرا؟ به خاطر اینکه آزاد پرورش می یابند. والا یک صفحه از یک کتابی رو ما اگر توی برنامه بخونیم، بعدم بگیم بریم حالا بشینیم شجریان رو گوش بدیم، موزیک گوش بدیم، برقصیم، من فکر میکنم مؤثرتر از ساعتها برنامه ای باشه که ای این چی گفت، ای اون چی گفت. یکی از دوستان نوشته بود که ما هیچ مشکلی نداریم که آقای بهرامی یا دیگران بیان سوال کنن از دیگران یا جواب دیگران رو بگن، به شرطی که اینها خودشون رو محدود کنن. اگر شما گفتید یک دقیقه، در یک دقیقه، اگر گفتید در دو دقیقه، در دو دقیقه، نه اینکه خودشون رو صاحب برنامه و صاحب خونه بدونن و وقتی شما میکروفون رو در اختیارشون میذارید بگیرن صحبت کنن، تازه آخرش هم بگن خبر اینجا رو بخون، خبر اونجا رو بخون، خبر اونجا رو بخون. دوست عزیز من به دلیل اینکه شیرازی هستم هر روز صبح نمیرم خبرهای شیراز بخونم. ممکنه اگه دوستان برام لطف کنن 4 تا خبر بفرستن منم بخونم. منم مثل شما دسترسی دارم به یه جاهای عمومی، وبسایت‌های خبری، اونا رو میخونم و همون خبرهایی که شما میدونید منم میدونم. حالا اگه یه خبری رو شما میدونید نیاین به من بگید در مورد اونم صحبت کن. اصلا شما ببین من میدونم در مورد اون. این همین حرفی که به یه دوست ترکمون آذربایجانیمون زدم، میگم آقا تو چرا میای میگی چرا صحبت نکردی، شما بیا صحبت کن. من صحبت کردم، آقای عزیزان صحبت کرده، شما نبودی، ندیدی، حالا اومدی میگی صحبت نکردی. ضمناً شما بیا صحبت کن درباره اعدام ها، درباره خطرات، درباره تظاهرات، درباره حکومت نظامی. یه نفر که میدونه بیاد بگه الان روی فلان وبسایت این رو نوشته بخونه، این میشه یه مجموعه درست و خوب. و الا شما وقتی میای میگی آقا راجع به اونم بگو، اوکی دوستان عزیز، درباره حکومت نظامی که من در شیراز اتفاق افتاده خبر ندارم، دارم بهتون خبر میدم. ببین چقدر مسخره است. درباره 14 تا اعدامی که من دربارش خبر ندارم میخواستم بهتون خبر بدم. ببین چقدر خنده داره. شما میخوای من رو اینجا مسخره کنی، یعنی دوستی شما یه جورایی صدمه میزنه. من بهتون بگم خدا شاهده تصمیم گرفته بودم اگر یا مهرداد زنگ بزنه، یا خانم شیرین نریمان زنگ بزنه، یا خانم پیمانه زنگ بزنه، یا دوستمون مسعود زنگ بزنه، یا آقای علی از کانادا زنگ بزنه و بگه که من میخوام جواب آقای بهرامیان رو بدم، من واقعا صحنه رو ول کنم برم سر 2 ساعت بیام خاموش کنم، تصویر رو بذارم در اختیار آقای عزیزان. و من ممنونم از این دوستان مجاهد که اگر شنیدید برنامه رو
صحبتی نکردید، چون لابد اقلا شما به این نتیجه رسیدید که آقا برنامه خودتون رو باید بذارید، تو برنامه خودتون باید این سوال جوابا گفته بشه. ما اینجوری وقتی که میدونید مثل چی میمونه، مثل یه مکانیکی شما بری این 6 تا ماشین رو با هم دیگه باز کنه، بعد پیچ موره بنز رو بذاره اینجا، شما بخوای این پیچ موره بنز رو ببندی روی ماشین مثلا آمریکایی، بابا اون متریک این استاندارد نمیدونم این چیه نمیخوره به هم، پیچاش خراب میشه، دنده هاش هرز میشه. کی ما میخوایم یاد بگیریم اگه یه پیکانی رو ریختیم پایین، بیاین راجع به این پیکانه صحبت کنیم، ببندیمش، درستش کنیم، بکنیمش از تو گاراژ بیرون، بعد بریم سراغ بنز. یا اینکه 3 تا 4 تا دهنه مکانیکی داشته باشیم، تو این یکی پیکان رو تعمیر کنیم، تو این یکی بنز رو تعمیر کنیم که پیچ موراش نم قاطی نشه. تو رو خدا ازتون خواهش میکنم. ساعت 3:37 بعد از ظهر به وقت نیویورک. امروز دوستان مجاهد فلایر 22 رو برای من فرستادن، حتی برای من گفتن که از رستوران نیبرز اتوبوس میذارن و فکر نمی کنم فقط برای مجاهدین باشه، هر کسی میتونه بره. من به این دوستان گفتم که اگر میخوان این آگهی ها رو نشون بدیم، باید برای من ویدیو کلیپ بفرستیم، باید یه نفر که مسئوله تماس بگیره بگه آقا ما میخوام این آگهی رو چند بار نشون بدید، اینه اینه، و اینجوری که این یکی کاغذ بده دست من، اون یکی این کارو بکنه، من نمیتونم. حتی از خانم شیرین نریمان دعوت کردم که یک روزی چند روز به 22 مونده بیان اینجا بشینن صحبت کنن، اون موقع دیگه این راهپیمایی تظاهرات برنامهش ردیفتر شده، میدونن کیه کجاست چیه چند نفرن، اطلاعات رو به شما بدن. دوستان عزیز برید سوالاتون رو از مسئولین بپرسین. ببین مسئول یعنی جواب دهنده سوال، مسئول از سوال میاد، سوالتون رو از اون بپرسین. اگه از من بپرسین من جواب ندارم، اگرم سوالی بپرسین که جوابش رو من ندارم چه فایده که میپرسید اصلا. خب آقای رضا طالبی، من این ایمیل رو برای آقای عزیزان فکر کنم فرستادم، امیدوارم به دستتون رسیده باشه. اون دوستمون میگه که بله، میگه که What evidence you got about US helping القاعده؟ این آقای کیه؟ اندرا مد، همم که قربونشون برم اسما، یه نفر اسم خودشو درست نمی‌نویسه، هر کسی یه اسم. اینا برای کی نوشتید اصلا؟ این برای برنامه دیروز، برنامه دیروز ما 6 نفر 7 نفر دوست عزیز صحبت کردن. شما بگید مثلا آقای حسیبی، آقای احمدیان، آقای دکتر مشیر، آقای عقیلی پور، آقای عزیزان، من نمیدونم کی ما میخوایم یاد بگیریم. من برای این دوستم بنویسم What the heck you are talking about؟ اینجوری خوبه؟ اینجوری خوبه؟ آره والا بزنیم بره. سوالای اینجوری، جوابای اینجوری باید بگیری. میگی شما چه مدرکی داری؟ مدرک بذارید ببرم تو رو وبسایت بهتون نشون بدم. یک فیلمی هست به نام Loose Change، یعنی پول خورد. بزنید ببینید. بیا بریم روی، بریم با هم دیگه این کامرای سه اوکی. ببینید Loose Change 911 an American coup، این همه از کودتا و اینها میاد، چون کودتا میدونید که کلمش اسمش اینه، کوپ کودتا یه چیز اینجوریه. خب ببینید 90 دقیقه 79 دقیقه رفته آمریکایی فیلم پر کرده، در این مورد صحبت میکنه. حالا حاج آقای ایرانی از اون و نیم ساعت نشسته، معلوم نیست از کجای فیلم دیروز رو دیده، یه دفعه میاد میگه که شما چجوری میگید. بیا آقا این مدارکش اینجاست، برو اینجا. ای داده بیدا سربی هستم، بفرمایید. سلام عزیزم، حال شما خوب هستید؟ ممنونم، شما خوبید؟ برنامه لایو میدونم، من خیلی برزنیدم، دلم براتون تنگ شده بود، زنیدم از عذرخواهی بکنم. مرسی عزیزم. جناب علی، ایمان هستم از آلمان. به ایمان، به خدا دل به دل را داره. دیروز دوستان عزیز، ایمان را همتون میشناسید، صاحب IR2007.com، و اون وقتا چی بود؟ هل هله بود؟ اون موقع اولش پروژن فلای هل هله دیگه خیلی دیگه. انقدر وبسایت باز کردی خودت هم فکر کنم نمیدونی کجا به کجاست دیگه الان. خب چه حال چه خبر؟ بگو ببینیم که اوضاع و احوالت چطوره.
الحمدلله. خدا بذار من وبسایت تو بذارم روی اینجا ir2007.com. درس تموم شد یا هنوز داری درس میخونی؟ آیه صوفی عزیز، تا فوریه سال 2012. ای بابا، تو که مثل حضرت پیغمبر زگهواره تا گوردانش به جوش شدی. من عباس درس دوستم هی تمدید میکنم، نمیگم تنبلم رد میشم، چون عباس معلم و دانشگاه رو همه رو دوست دارم، هی تمدید میکنم. آیه صوفی عزیز، آها، به خاطر اینه که معلم ها رو دوست داری. تو اولین دانش آموزی هستی که معلم ها رو دوست داری. آره، از ته، از آخر به قول معروف. دوستان عزیز، ایمان صفتی رو داریم، ایران تی وی رادیو دات کام، ir2007.com. آمریکا نمیای؟ نه دیگه، ایرانو نمیدن. 11 سپتامبر شد، ایرانو نمیدن. جدی؟ همون یه بار که اومدی بس بود. برنامه چیز داشتن نگاه میکردم، یکی از این دوستامو که در آمریکا هستن و برنامه سیاسی دارن، میگفتن ir2007 مال جمهوری اسلامیه، گفتین که زنگ بزنیم. آقا بذار یه چی برات بگم، ما آدم احمق انقدر زیاد داریم که همه ماها رو کردن مامور جمهوری اسلامی مفت و مجانی. تنها کسی که مامور نیست خودشونه، تا شما برسی به نفر احمق بعدی که نفر احمق بعدی میگه اونم جزء جمهوری اسلامیه. آیت الله یه چیزی بدن آقا، تکلیفمون رو مشخص. آقا خدا پدرتو بیامرزه، من بهشون میگم که واقعا خدا پدرتو بیامرزه، من به اینا میگم خب شما که تو دفتر جمهوری اسلامی و اینها میرید و میایین، همه رو میدونید میشناسید، خب چک ما رو هم بگیرید بیارید، کر خراب 25% هم بهتون کامیشن میدیم. دقیقا، خدا من کاملا موافقم. آقا آیت الله، من میخوام از امشب یه آگهی بزنم تو وبسایت، ننویسین دنبال آگهی میگردید. میرسیم آقا، ما بالاخره تکلیفمون رو شخص کنید، صهیونیستی هستیم، آمریکایی هستیم، حزب اللهی هستیم، راستی یا چپی، ما در خدمت همتون هستیم. ولی حالا نقد و یه ذره ایمان عزیز، مثل اینه که عزیز، شما همه برنامه‌های من رو نگاه نمی‌کنی. من اولی که شروع کردم یکی گفت کمونیستی از سیبیلاد معلومه، یکی گفت که نمیدونم مجاهدی از این معلومه، یکی گفت شاه اللهی هستی داری عمدن ادای مخالفت رضا پهلوی رو در میاری که مردم بیشتر جلب بشن. من گفتم که خب 7-8 جلسه که بگذره این گروه مروها تموم میشه، ملت منو میشناسن. آقا 11 سال گذشته هنوز اینا نفهمیدن به قول معروف کجا به کجاست، نقل کجاست. ضمناً اگه شما برید تو آرشیو ما نگاه کنی، یه جایی نوشتی که تلویزیون مردم و سوربی به شما 25% میده اگه شما از MI5، KJB، CIA، جمهوری اسلامی، هر کسی، القاعده، حتی اگر از القاعده پوتین پول. آقا اینا فقط حرف مفت میزنن. بله، ممنونم از یه وقتی با هم یه گپی گفتگوی داشته باشیم. آخه فراری هم، من رفتم رو خطشون، گفتم شما منو میشناسی. خب اسم ببر، کی بوده؟ بگو. آقایی که رو نمیشنی، آقایی که مال چیزو گرفته، تلویزیون آریا رو گرفته. آقای مهدی وطنخواه. آقای مهدی وطنخواه، حالا اسمشو گذاشته آریان وطنخواه. بابا جون گوش کن، اینا تا 2 هفته پیش قربون صدقه سعید شمیرانی میرفتن، الان برو ببین چی صحبت میکنه. اینا رو اصلا ولش کن، اینا رو به قول آمریکایی‌ها میگن ignore them، یعنی کم محلیشون کن. وقت خودتو، جوانیتو باطل نکن و برو دنبال خوشی و کار و زندگی و موفق باشی. خوشحال شدم ایمان صدات شنیدم. خیلی امیدوارم هر کجا هستی در کنار خانواده، در کنار دوستا و همه کسایی که به مردم tv.com سر میزنن، چه روز موفق باشی. ممنونم. میخوام تهدیدت کنم، بگم اگر نیای آمریکا برای اکتبر فست من میام آلمان. پس بیای دیگه، نزدیک دیگه، نمیام آبجو هم. الله اکبر، من بچه مسلمان بودم یاد رفت. یکی که کافی نیست، چشم، حتما میام. مرسی عزیزم. قربان شما، خدا نگهدارت باشه. خدا نگهدار. قربان. خب دوستان عزیز، ایمان صفتی رو داشتیم از IR2007. یادم میاد از 2006 تا حالا ما از طریق همین تلویزیون و همین تلفن و اینها با هم دوست هستیم و من از دوستی با این جوان فعال بسیار خوشحال و خرسند هستم. هر کجا که هستی خوب و خوش و سلامت باشی و موفق که موفق هستی. خب یک دوست بهایی در مورد اون بهایی که من گفتم، ترو بهایی، میگه که ترو بهایی از far as I remember and discovered by friend and various internet group was one or a group of the covenant breakers. یعنی اینهایی هستن که جدا شدن از و
حقیقتا همکاری میکنن با حجتیه. من چون نمیدونم و اینها، همین نوشته این دوستمون رو براتون خوندم. دوستان عزیز، ساعت 3:46 هست، من 10 دقیقه دیگه با شما خواهم بود و پس از اون ازتون خداحافظی میکنم و میرم تا برنامه رو بذارین در اختیار آقای عزیزان. یک بار دیگه به آقای احمدیان خوش آمد میگم و امیدوارم برنامه‌های خودشون رو به زودی در تلویزیون مردم داشته باشن. میگه که بله آقای سوربی با درود، من مدتی پیش این بحث کنگره ملی را از دکتر صادقی شنیدم. این شخص خیلی چیزها رو میگه که بعد من از سایرین شنیدم. به دو قسمت این فیلم نگاه کنید. سپاس. این خانم عزیز اسمش رو هم نوشته. بازم جالبه، اسم بالا یه خانم دیگه است، پایین اون زیر یه اسم دیگه است. تو رو خدا یه اسم انتخاب کنید، اگر حتی اسم مستعار هست اقلا یادتون باشه چه اسم مستعاریه. در اصل ممنونم. من با آقای مجید صادقی، دکتر مجید صادقی، بارها گفتم ویدیوهاتو زحمت میکشی، فقط به یوتیوب و به فیسبوک قناعت نکن یا کفایت نکن، بذار ما هم توی مردم تیوی نشون بدیم. حالا اگه کسی هست که حاضره روزی 5 دلار، روزی 10 دلار بده تا ما ویدیوهای ایشون رو یکی پس از دیگری به طور دائم در تلویزیون مردم نشون بدیم، با ما تماس بگیرید. در رابطه با کنگره ملی، فعلا 2 تا کنگره ملی داریم دیگه، از این بهتر، یکیش توسط جبهه آزادی خواهان، یکیش توسط آقای واحدی، 3 تا، یکی هم توسط آقای صادقی. دیگه کم کم باید بگیم با امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشه، که من عوض کردم گفتم یک تلویزیون داشته باشه، حالا باید بگیم با امید روزی که هر ایرانی یک کنگره ملی داشته باشه. آقایون خانم ها، محض خدا بیاین دور هم جمع بشید. اگه یه جایی نظراتشون یکم با نظرات شما نزدیکه، شما که میخواین فعال سیاسی باشید، برید اونجا دنبال وجه مشترک ها بگردید. در صورت ممنونم. بله، من برنامه های آقای مجید صادقی رو از همون موقعی که در تلویزیون رنگارنگ شروع کرده بود و اون وقتها هم خیلی با هیجان و تندتر صحبت میکرد، الان یک کمی آهسته تر مچور شده، گوش میدادم و میدیدم که فول آف انرژی و خیلی هم دشمن داره، چپ و راست همه چی میکنه. خب میگه که اگر خواستی فوش بخوری این رو روی ایر بگو. آهان، میگه که یه چیزی برات بگم، اگر دولت ایران مردم را به حال خودشون بذاره، هر جایی برای خودش یک حکومتی درست میکنه، میشه مثل اتحاد جماهیر شوروی. البته ایشون زیرش نوشته من ایرادی در این نمیبینم. خب آقا، اتحاد جماهیر شوروی که دیگه الان نیست، شد روسیه، راشا، سوویت یونیون دیگه نیست، شده راشا. اونام که اینقدر چی کردن شد دیگه، چه زوریه که بزنی؟ اگه قرار یه اتفاقی بیفته چه زوریه؟ اگرم قرار نیست که این آقا داره میاد میگه آقا این محیط زیسته، چرا راستی اینا میگن زیست محیطی، ما میگیم محیط زیست، اینا میگن زیست محیطی، دوستانی که از ایران اومدن اینا. بعد یکی از دوستان نوشته که این لوگوهایی که میذارید برای تلویزیون مردم خیلی قشنگه. من نمیدونم اینایی که پشت سرمون هست خبر و این تلویزیونا رو نشون میده، یا اون اوپنینگ لوگوی اولی که میذاریم با اون آهنگ صیاد، اون رو آقای جان شاهی درست کرده از آلمان که من ازش ممنونم. شما برای من بنویس شهاب عزیز که اون رو میگی یا این رو میگی. ضمن یکی از دوستان گله کرد از آقای بهرامی، میگه من سعیدم از کالیفرنیا، من هیچ وقت ایمیل برای آقای بهرامی در این رابطه نفرستادم. نه دوست عزیز، ایشون منظورش به سعید بود از بالتیمور. باز ببینید آقای بهرامی، این یکی دیگه از اشکالا هست. من وقتی یه نامه میاد میگم بهزاد اینو خونده، سعید اینو خونده، اینجا هستم، حاضرم. وقتی شما میاد میگی 7 تا ایمیل اومده، اینو 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 جواب داده، علی، ما 30 تا علی داریم، اشتباه میشه. ولی وقتی شما صحبت کنی، اون طرف هم بیاد صحبت کنی، یه مقداری شناختمون زیاد میشه. سوربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام. سلام عزیز. سوربی سلام. بفرمایید. خسته نباشید، از کانادا رضا هستم. مرسی عزیزم، بفرمایید. حضور شما عرض کنم در مورد این مسئله که این دوست ما داشت صحبت میکرد، که البته خب ناگفته نمونه که خود ایشون هم میدونه
در جنگ دوم جهانی موقعی که قسمت آذربایجان زیر منظورتون دست... آقای رضا طالبیه؟ بله بله. دوستان دیگه من اسم نمیبرم چون به هر حال تکرار مکررات میشه، یه مقدار سعی میکنم کوتاهش کنم. اون موقع معمولا اینا چون میخواستن یک قسمت که از آذربایجان رو جدا بکنن، یک چیزی بین آذری‌ها به نام یاشاسین آذربایجان یا زنده باد آذربایجان که همیشه توی دهن این قسمت مخصوصا از دورایی نهاوند که به قول خود اونجا یا میگن دورایی ناوند به اون طرف که روسا بودن و در حقیقت این پوستاشون رو گذاشته بودن که خدا بیا مرز رفتگان کنه، پدرمون و عموم اینا تعریف میکردن که در اونجا یه مدت هم گرفته بودن، زندانشون کرده بودن و اونجاها خب همیشه میگفتن و اون منطقه رو میخواستن جدا بکنن. اونایی که بودن آقایون فکر کنم اگر اشتباه نکنم اون دار دسته پیشه‌وری و این چیزایی همچین چیزایی میگفتن، ولی فکر نمی کنم که در حال حاضر کسی صحبت از این باشه که مسئله تجزیه ایران باشه. ولی متاسفانه چیزی که داره پیش میده، اگر خدا اینا کرده مسئله که در ایران پیش بیاد که به طور یقین از سوریه و از لیبی خیلی بدتر خواهد بود، به علت اینکه خودتون میدونید من بالاخره خبرهایی که هستش خب فشار روی مردم خیلی زیاده و نارضایی خیلی شدیده و خب اگر مسئله پیش بیاد خیلی شدیدتر خواهد بود از سوریه و از لیبی. و این مسئله فدرالیته که خب خودتون میدونید اکثرا دوستانم میدونن فدرالیته معمولا پای ریزی و اون شالوده و به قول فرانسوی ها میگن فونداسیون در حقیقت تجزیه است. اول شما فدرالیته میکنید، بعدش انتخابات میذارید، بعد میشه سوسیشن یا جدا شدن و بعد مسائل دیگرش پیش میاد که همونطوری که میدونید خودش در کانادا سالهای سال هست، کوبک یه همچین چیزی هست. ولی خب انشالله که در ایران چنین چیزی نباشه. دوستان آذری هم فکر نمی کنم منظورشون این باشه. یک سری شبکه‌ای هست که در حال حاضر از تو از آذربایجان شوروی سابق که آذربایجان کشور آذربایجان باشه پخش میشه که اونا میگن پایتخت ما باید تبریز باشه و غیره غیره. و انشالله ایرانیا با هوشیاری فراوانی که همیشه داشتن و هوشیار بودن از این مسئله هم جلوگیری خواهند کرد و چنین چیزی پیش نخواهد اومد. ولی بله یه سری هستن که چنین صحبتهایی میکنن و ولی وقتی خود طرف آقا دوست عزیز وقتی خود طرف میگه من نیستم بازم باید بگیم این هست؟ نه دیگه نه، ایشون داره کلن از نظر قوم و آذری میگه که مثلا مثل میمونه که ما مثلا دوتا تیمیم داریم بازی میکنیم، تیم آقای سربی و تیم آقای مثلا فلان کسک، ما بگیم زنده باد تیم آقای سربی، یه همچین چیزیه. حالا از نظر قومی مثلا داره میگه که مثلا زنده باد کردا، دوتا مثلا گل زدن به آذریا، یا مثلا برعکس یه همچین چیزی. فکر نمی کنم منظور ایشون از این باشه که بخواد آذربایجان از ایران جدا بشه. یک دو من قرار داده ترکمنچای دوستان برید روی اینترنت هست نگاه کنید، الان چندین ساله که این قرارداد ترکمنچای تموم شده، ما در حقیقت کشور آذربایجان ما اجاره داده بودیم به شوروی و 1387 آبانش تموم شده بوده و الان یعنی اگر شوروی در کار بود بس آذربایجان به ما میدادن، آذربایجان باید پس داده بشه. متاسفانه ضعف دولت جمهوری اسلامی که نمیتونه اینو پس بگیره. مگر من درسته من قرارداده رو برام فرستادن رفتم نگاه کردم همچین چیزی نبود. اگه میشه اون لینک رو برای من بفرست لطفا. چش لینکش رو براتون میفرستم. قرارداد یک چیز داره، یک قسمت زیرین داره، فکر میکنم اون قسمت مثل نامه هایی که مینویسن اینجا پایین مینویسن PS بله یعنی در ضمن بله تا کنار نویسی اونو در آوردن، ولی اون اصلش رو من براتون میفرستم، شما خودتون مطالعه کنید و ببینید که. ممنونم، ما باید خداحافظی کنیم، منتظر برنامه آقای عزیزان هستیم. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. شب و روز خوبی داشته باشید، پیوسته پایدار و موفق باشید. مرسی آقا. شما اگه نفرات کم داشتی برای کارکنا یا کارگر برقی منو استخدام کن. مرسی عزیزم. من شاکر شما هستم، شما سرور مایی. خب خدا نگهداره. با مرسی با. خب دوستان عزیز امروز هم گذشت همچون
یک نفس گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من دیروز بعد از ظهر آف گرفته بودم که بتونم اون برنامه مخصوص سپتامبر 11 رو اجرا کنم. همینجوری که داشتیم این ور اون ور رو تو بیسمنت میگشتیم، سه تا ویدیو، این VHS ها DVD نیست، اونایی که هنوز VHS دارن، جالبه، شو نوروزی مال تلویزیون امید سال 1379، مال 11 سال پیشه. اگر کسی میخواد اینا 1, 2, 3 اینا رو به من بگه. و یه سری دیگه 5 تا ویدیو هست، اینم جالبه، 5 تا ویدیو، این قدیمی تره، این برمیگرده به سال 1375، 1375، اینم 5 تا DVD، 5 تا VHS تیپ هست که 8 تا اگر کسی میخواد خودتون قیمت معین کنید، بگید که چگونه، همونجوری که اون خورجین و DVD رو فرستادم برای خانم رویا و همسرشون، این رو هم ما برای شما میفرستیم. ما هدفمون اینه که چیزا اینجا نمونه خاک بخوره، هم بیاد شما استفاده کنید ازش، 4 نفر دیگه هم ببینه، وقتی مهمونی دارید به جای بحث‌های سیاسی بیفایده بذارید اینا برقصن و برنامه‌تون رو گرم کنن، صداشو کم کنید، شما بشینید صحبت کنید. و همین که از این نمد یک کلاهی هم برای تلویزیون مردم درست بشه، 357 دقیقه است. خدا حافظ شما، بریم برنامه آقای عزیزان رو ببینیم. خدا نگهدارتون و چهارشنبه میبینمتون. من مثل که باید ساعت برنامه ها رو اضافه کنم، یه کسی پیدا بشه حمایت کنه این برنامه های تلویزیونی رو، آگهی بده، وقت بخره تا ما بیشتر اینجا باشیم و با شما. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. از خونه ما نام دیام سفر کرده، گویا دعای من خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیهد باغچه هامون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون ها جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.